سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای عالم که هستند، خصوصا در ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق است که بار دیگه خدمت عزیزان میرسم. پیشاپیش عید سعید اضحا رو خدمت همه مسلمانان، همه هموطنان و همه مؤمنان تبریک عرض میکنم. عنوان بحث آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، بخش هشتم، با عنوان اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته نقد و تطبیق است. اما مقدمات بحث: تحقیق در سند عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود و مباحث متعدد حول مناسبات خمینی طباطبایی محورهای اصلی شش گفتار نخست این مجموعه بود. در گفتار هفتم، عبارت یاد شده با اندیشه سیاسی مکتوب صاحب المیزان مقایسه شد. گفتار هشتم که گفتار امروز باشد، حاوی چهار بخش است. یک بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتیه، تطبیق زمانی آراء سیاسی آقای خمینی و طباطبایی و اندیشه سیاسی طباطبایی، کتبی طباطبایی در بوته نقد و بالاخره زمینه اندیشه سیاسی آقای طباطبایی. از این چهار بخشی که ذکر کردم، بخش اول در اعلان این برنامه نیامده بود و در فاصله اعلان تا امروز به اون رسیدم، لذا اون رو مقدم میکنم و عذرخواهیم میکنم که در اعلان برنامه ذکر نشده بود. احتمال داره به دلیل طولانی شدن جلسه من به بخش چهارم نرسم و به بحث بعدی، گفتار بعدی موکول خواهم کرد. اما دو نکته مقدماتی، ابتدا و بحثایی که تکمیل بحثای گذشته مربوط میشه رو به کوتاهی عرض میکنم. ضمناً این تذکرم خدمتتون میدم که متن کتبی مثل همیشه کاملتر از متنیست که من اینجا ارائه میکنم به دلیل ضیق وقت. در متن کتبی همه ارجاعات آمده و توضیحات بیشتر، اما خلاصش رو به هر حال برای شما به شکل شفاهی هم عرض میکنم. بحث این بحث امروز من حدود 12، این گفتار امروز حدود 12 بحث داره به شکل مسلسل. بحث اول دو نکته مقدماتی تکمیلی هست. یکی در مورد جایزه، دریافت جایزه نخستین کتاب سال 1333 هست. اطلاعات جدیدی پیدا کردم و بعدم اطلاعات جدیدی در مورد حساب مشترک برای کمک به مردم فلسطین هست. هر دو رو در گفتارهای قبلی تفصیلا عرض کرده بودم، اما برخی منابع جدید. در مورد اولی که گرفتن جایزه کتاب سال باشه، مهدی سراج انصاری، متولد 1274، متوفای 1340، در سال 1334 بعد از این که کتاب فیلسوف نماهای آقای ناصر مکارم شیرازی برنده جایزه سلطنتی کتاب سال میشه و ایشون شخصا در گرفتن جایزه از دست شاه شرکت میکنه، عکسش هم در جراید همون زمان منتشر میشه، مصاحبه هم باش میکنن، شاه هم باش گفتگو میکنه، حاصل گفتگو هم در روزنامه همون زمان منتشر شده، نوشته، حالا اونش که به بحث ما مربوط میشه، نوشته که سال گذشته، یعنی قبل از این سال، به نشر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی اشاره میکنه، میگه اون کتاب هم جایزه سلطنتی رو دریافت کرده بود. این در مجله مسلمین شماره 7 سال 1334 صفحه 19 نقد شده. من خود مجله رو ندیدم، مطلب رو از کتاب آقای رسول جعفریان، جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران، از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی سال 1120 تا 1157 نقل میکنم. به مجله مذکور دسترسی ندارم، اعتبار و دقتش هم بر من مجهوله. اگر کسی به این مجله دسترسی داره، لطف کنه برای من اسکن کنه بفرسه
و نمیدونم که آیا این فردی، یعنی سراج انصاری که این مطلب رو نوشته، فردی است نزدیک به فدایان اسلام بوده. آیا مرادش تعلق جایزه بوده یا دریافتش؟ به هر حال چون فقط ذکر کردم که مطالب قبلی کامل بشه. اما در مورد حساب مشترک برای کمک به مردم فلسطین، در گفتار اول من گفته بودم که آقایان سید محمد حسین طباطبایی، سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی و مرتضی مطهری در سال 1348 بعد از جریان جنگ شش روزه عرب و اسرائیل حساب مشترکی برای حمایت از مردم فلسطین در بانک ملی باز کردند. اینو تا اونجا نوشته بودم. اما این که حالا پولش چی شده؟ خب مردم خیلی کمک کردن اون زمان. ساواک نسبت به مسئله حساس شد. این مدرکش در کتاب اسناد استاد مطهری در اسناد ساواک آمده. بعد پولهای جمع شده در حساب مذکور رو ساواک مطالبه میکنه، میگه پولو بدید به من. بعد حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این جدیده، با پیشنهادش شهید فضل الله محلاتی که سال 1164 در یه سانه از دنیا رفت، اونها برای فریب ساواک قبوزی برای تحویل این پولها به مرحوم آقای سید کاظم شریعت مداری از ایشون میگیرن. یعنی میگن ما پولو دادیم آقای شریعت مداری، اما پولو نداده بودن، فقط قبض گرفته بودن از ایشون. پولها رو محلاتی به مکه برد و تحویل فلسطینی ها داد. این در خاطرات آقای محلاتی آمده و من از کتاب جعفریان این رو نقل میکنم برای حفظ امانت داری. خب این بحث مقدماتیم تمام شد، خیلی کوتاه فقط گفتم که بحث گذشته تکمیل بشه. اما بخش اول بحث امروز که عنوانش یک بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتیه، این خیلی نکات تازه پیدا کردم. نتیجه تحقیق گذشته درباره این مدرسه این بود که مالک این خونه اون رو بابت وجوهات شرعی، یعنی خمس، با آقای خمینی منتقل کرده و به نام او سند زده بود. عبدالباقی این خونه را از اعرابی، داماد آقای خمینی، از سوی پدرش به مای 300 تومن، 301 تومنی، اجاره میکنه. آقای طباطبایی که چند ماه قبل همسرش به رحمت خدا رفته بوده، به همراه پسر و عروسش نجمه، خانم نجمه حائری یزدی، از تابستان 1144 تا اواخر زمستان 1145 در خانه مشهور به قرآن و عطرت زندگی کردند. این خانه رو بهش میگن، چون الان در منگاه قرآن و عطرت در اونجا هست، افرادی که با قوم آشنا هستن یا ساکن قوم هستن. در تاریخ 10 اسفند 1145 با فشار اعرابی، نماینده آقای خمینی و دامادشون، آقای طباطبایی خونه رو به سرعت تخلیه میکنن و از اواخر زمستان 1145 خانه تبدیل به کتابخانه میشه که کتابها توسط ساواک غارت میشه. بعد خانه در اختیار احمد خمینی، سید احمد خمینی قرار میگیره و ایشون ادعا داره که خونه را در اختیار 12 نفر از طلاب متأهل قرار داده بوده. بر اساس کتاب اقلیم خاطرات، خاطرات دختر آقای خمینی، مجلس جشن ازدواج سید احمد خمینی و سید فاطمه طباطبایی در تاریخ 25 مهر 1349 در همین خانه، یعنی خانه روبروی مدرسه حجتی، برگزار شده است. اقلیم خاطرات، اشتباه گفتم، مال خانم طباطبایی، یعنی همسر آقای احمد خمینی. همسر آقای خمینی، سرکار خانم خدیجه ثقفی هم در این مجلس حضور داشتن. بالاخره این خانه در زمستان 1150 به فروش رسیده. این اسنادش رو من تو گفتار سوم و چهارم خدمتتون گفته بودم. حالا چیزای جدید. 3 تا بحث تازه دارم. بحث دوم امروز من روایت سید حسن طاهری خرم‌آبادی از این خونه است. آقای طاهری خرم‌آبادی که سال 1392 از دنیا رفت و 1117 متولد شده بود، از شاگردان آقای خمینی. من با ایشون ارتباط داشتم، ایشون به نیکی میشناخت منو. در درگذشتش هم یک مطلبی رو نوشتم، میتونید ملاحظه بکنید. ایشون این سمت‌ها رو در کارنامه خودش داشته: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، از فقهای شورای نگهبان، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برای چندین دوره، عضو شورای بازنگری قانون اساسی منصوب آقای خمینی و نماینده آقای خمینی در سپاه پاسداران سازمان حج و کشور پاکستان بود. پس بنابراین خیلی آدم
به هر حال این سمت‌های خیلی سنگینی هست که ایشون داشتن. وی در چند موضوع در کتاب خاطراتش به نکات تازه در مورد این کتاب اشاره میکنه. این عباراتی که میخونم مال ایشونه: حمله مجدد نیروهای رژیم به منزل و کتابخانه امام، از جمله حوادثی که در سال 1346 اتفاق افتاد. یورش نیروهای رژیم به منزل امام و کتابخانه‌ای بود که به اسم ایشان تأسیس شده بود. منزل بزرگی در مقابل مدرسه حجتیه، جایی که اکنون درمانگاه قرآن و اطرت قرار دارد، وجود داشت که پیشتر مرکز سازمان امنیت رژیم بود. این نکته تازه است که من نمی‌دونستم. و سازمان امنیت برای اولین بار در شهر قم در این منزل ایجاد شد. ما آن وقت طلبه بودیم و به خاطر رفت آمد به مدرسه حجتی متوجه آن خانه شدیم که در آن همیشه بسته بود و افرادی به آن رفت آمد می کردن. بعد معلوم شد که سازمان امنیت اینجا را اجاره کرده و تشکیلاتش را در آنجا راه اندازی کرده است. بعد از مدتی اجاره این خانه به سر آمد و آنان به جایی که نزدیک راه آهن بود و اکنون در اختیار نیروهای انقلاب قرار دارد منتقل شدند. بعدن برای مدت کوتاهی مرحوم علامه طباطبایی در آنجا سکونت کردند و به اجاره ایشان درآمد. پس از این که مرحوم علامه طباطبایی از این خانه به منزل خودشان رفتند، صاحب این خانه این منزل را بابت وجوهات خود به امام تقدیم کرد. آقای حاج مجتبی تهرانی، مشهور از علمای تهران که دهه 90 از دنیا رفتند، که آن سالها در قم حضور داشت، پیشنهاد کرده بود که در آنجا کتابخانه تأسیس کند و آن را به مطالعه و پژوهش فضلا و طلاب حوزه اختصاص دهد. البته این خانه اتاقهای زیادی نداشت و شاید خیلی هم برای این کار مناسب نبود، ولی این شروع کار بود و تصمیم داشتند بعدها که خانه های اطراف را نیز خریداری کنند و آن را به یک مدرسه و کتابخانه مناسب تبدیل کنند. به همین منظور کتاب های خریداری شد و مقداری از کتب امام را نیز به آنجا منتقل کردند. اما دیری نپایید که در یک روز به طور همزمان به منزل امام و این خانه یورش بردند و تمام کتاب ها را در کامیون گذاشته با خود بردند. حتی کاغذها و قبض هایی که در منزل امام بود از هجوم ماموران رژیم در امان نماند. بعد از تبعید و دستگیری امام، این اولین باری بود که به منزل امام حمله می کردند. این در حالا جلد دوم خاطرات آقای طاهری خرم‌آبادی آمده که من اینا رو خوندم. در جلد اولش هم اطلاعات بیشتری هست. گفته که رئیس ساواک خرم‌آباد، چون آقای طاهری خرم‌آبادی بوده، لرستانی بوده، رئیس ساواک خرم‌آبادی یک آدم خشن و بدقیافه‌ای بود به نام قلقسه. وقتی که در زمان آقای بروجردی ساواک تشکیل شد، این شخص به عنوان اولین رئیس ساواک به قم آمد، همین قلقسه. در قم اولین جایی که ساواک را تشکیل دادن همین جایی است که الان درمانگاه قرآن و اطرت قرار دارد. آن وقتها گاهی که ما به مدرسه حجتی رفت آمد می کردیم، این قلقسه را می دیدیم که با آن هیکلش با آنجا رفت آمد می کنند. آقای بروجردی هم او را تحویل نگرفت. این قلقسه بعد از قم به ریاست ساواک خرم‌آباد منصوب شد. یه جای دیگه هم نوشته سرهنگ بدیعی بعد از قلقسه به ریاست ساواک قم منصوب شد. خب این اطلاعاتی که من از جدیدن از کتاب آقای طاهری خرم‌آبادی براتون خوندم. این اطلاعات رو بار اول در کتاب آقای جعفریان دیدم، اما منبع نداشت و خب برام جالب بود که یه کجا آمده. بعد با ایشون تماس گرفتم و ازش تقاضای منبع کردم، مشخص شد که در کتاب آقای طاهری خرم‌آبادی آمد. حالا نکات من در این زمینه: آیا همه آنچه که آقای طاهری فرمودن درسته؟ بیشترش درسته، اما در مورد آقای طباطبایی‌اش به لحاظ زمانی چند تا اشکال داره. طاهری خرم‌آبادی، حالا اینا حرف خودمه، زمانی که طلبه 20-30 ساله بوده، مشخصات خود را از خانه مذکور نقل کرده. این خانه از ابتدای تأسیس ساواک در قم در دهه 30 به عنوان دفتر آن اجاره می شود. نخستین رئیس ساواک قم قلقسه بوده که بعد از اتمام مأموریتش رئیس ساواک استان لرستان می شود. دومین رئیس ساواک قم سرهنگ بدیعی بوده است. بعد از تمام اتمام مدت اجاره، دفتر ساواک از این خانه به نزدیک راه آهن قم منتقل میشه. تا
طاهری پنداشته اولا حالا سه نکته های طاهری فرمود، همه حرفاش درسته که از سه نکته، همون سه نکته رو میخوام عرض کنم. پنداشته اولا آقای طباطبایی این خانه رو از مالک اولیه بعد از تخلیه خانه توسط ساواک اجاره کرده بود و ثانیا بعد از مدت ایشان به منزل خودش میرود و ثالثا بعد از تخلیه خانه توسط آقای طباطبایی صاحب این خانه آن را بابت وجوهات خود به امام منتقل کرد. هر سه نکته مذکور متاسفانه نادرست است. بعد از رفتن ساواک از این خانه به جنب راه آهن، صاحب خانه آن را بابت وجوهات شرعیه به ملک شخصی آقای خمینی درآورده و سند میزند، سند محضری. اینا رو قبلا همه گفتم و سنداشم آوردم، مدرکاشم آوردم. این نکته اول. ثانیاً بعد از درگذشت همسر آقای طباطبایی در اوایل بهار 1144، عبدالباقی پسر آقای طباطبایی در تابستان همان سال این خانه را از سوی پدرش از محمد حسن اعرابی داماد و وکیل آقای خمینی اجاره می کند و به مدت حدود 20 ماه دقیقا تابستان 1344 تا 10 اسفند 1345 آقای طباطبایی پسر و عروسش ساکن این خانه و مستأجر آقای خمینی بودند. این رو من با خود خانم حائری یزدی عروس آقای طباطبایی مصاحبه کردم و منتشر کردم، یعنی شاهد دست اول تر از آقای طاهری. ایشون توی خونه زندگی کرده و به دلیل وضع حمل نوه آقای طباطبایی فرزندش دقیقا یادش بود که کی ما رو از این خونه بیرون کردن، با از بار تطبیق با تولد بچهش که اسم اون رو هم محمد حسین گذاشته بودن به اعتبار پدر بزرگ. خدمت شما که عرض بکنم، بله، در اسفند 1145 به دلایل غیر موجهی آقای خمینی به مستأجرش میفهماند که راضی به سکونت وی در این خانه نیست. آن دلایل که من چند جلسه در موردش مستند با ما مدرک صحبت کردم اینها بود: ناتوانی آقای طباطبایی از پرداخت اجاره به دلیل فقر و عدم تمایل به استفاده از وجوهات شرعیه. یعنی آقای خمینی راضی میشه میگه که من ازت اجاره نمیگیرم ولی به حساب وجوهات شرعیه میذارم. آقای طباطبایی میگه خیلی ممنون، من تو عمرم از وجوهات شرعی استفاده نکردم، ترجیح میدم بلند شم. توهم آقای خمینی مبنی بر این که آقای طباطبایی استاد دانشگاه یا آخوند اوقافی شده. تمام مدرک ها رو عیناً به کس کیا اینو گفتن، به چه دلیل آقای خمینی همچون توهمی داشتن، به چه دلیل درست نبوده، همه اینا رو گفتم و دیگه الان بهش نمیپردازم. و دلچرکین بودن از آقای طباطبایی به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن درس فلسفه ایشان بعد از تدریس فلسفه آقای طباطبایی. اینم چون خیلی نکته حساسیه، نوار صوتی آقای طباطبایی رو در وقت آقای مطهری رو ترور کرده بودن اون رو ذکر آوردم اونجا و چیزای دیگری که اونجا هست میتونید مراجعه کنید. آقای طباطبایی با عجله خانه را تخلیه کرده، تو زمستون خانه را تخلیه میکنه، خونه هم نداشته، خونه ملکی نداشته، برخلاف گفته آقای طاهری خرم آبادی که از اینجا به خانه خودش منتقل شد. به نقل عروسش که تو اون خونه بوده و شاهد مستقیمه، به خانه اجاره دیگری در دو سه خانه بالاتر در همان طرف خیابان به خانه کوچکی که اکنون مؤسسه کیهانه است منتقل می شوند. من یادم وقتی قم بودم کیهان اندیشه تو اونجا بود، روبروی مدرسه حجتیه. آقای طباطبایی اونجا میره زندگی میکنه چند ماه. کیا بودن؟ حتی ساکنین اون خونه هم مشخص. این در این خانه کوچک آقای طباطبایی، پسرش عبدالباقی، عروسش نجمه حائری یزدی به همراه آقای الهی برادر آقای طباطبایی زندگی بسیار دشواری داشتند. خانه مذکور در اسفند 1145 بعد از اخراج آقای طباطبایی از خونه تبدیل به کتابخانه میشه. این درست. ساواک از رفت آمد طلاب مقلد آقای خمینی به این خانه احساس خطر میکنه، احساس میکنه شده مرکز فتنه به اصطلاح اون روز، و به این کتابخانه و منظر سابق آقای خمینی همزمان یورش برده، آنجا را غارت میکنند. کامیون میارن کتابا رو میبرن. بعد از به غارت رفتن کتابها زیر نظر احمد خمینی این خانه تبدیل به خوابگاه طلاب متأهل می شود. 12 نفر از طلاب میان تو اتاقهای مختلف این خونه زندگی میکنن. من با برخیشون هم صحبت کردم، متمایل نبودن اسمشون ببرم، منم اسم نبرم. بله،
این بحث آیه طاهری و روایت آیه طاهری و نقدش. اما حالا شیرین تر از او بحث بعدی روایت اسناد ساواک. این دیگه مستند با تاریخ چیزای جدیدی میشنویم. چند نکته است. اول در مورد اون آقای قلقصه ببینیم چی بوده، کی بوده با این اسم عجیب غریبش. سرهنگ هوایی محمود قلقصه فرزند ابوالقاسم متولد 1287 تهران در سال 1337 از ارتش به ساواک منتقل شد و در تاریخ 15 آذر 1337، این تاریخ یادمون باشه، 15 آذر 1337 به ریاست ساواک قم و در تاریخ 1 اردیبهشت 1341 به ریاست ساواک لرستان منصوب شد. یعنی 4 سال مجموعاً ایشون رئیس، این فرد رئیس ساواک قم بوده. و در تاریخ 1 آبان 1341 از شغل نظامی خود بازنشسته شد، یعنی معزول شد، راحت معزول شد. حالا اطلاعاتش هم لازم نیست خوندم، ولی به درد بحث ما مربوط به بحث ما نمیشه. و در تاریخ 31 شهریور 42 از سمت خود در ساواک هم عزل شد. بعد از عزل شهر قم را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرد. عزل او ظاهرا به دلیل وابستگی به جناح تیمور بختیار مؤسس ساواک و اولین رئیس اون بوده که بعد مخالف محمد رضا میشه به عراق میره. خب بحثای مفصلی داره اونجا. خب اینا رو از مدارک این آقای قلقصه نقل کردن، مدارک ساواکش. اما حالا نکته دوم، سرهنگ قلقصه قبل از انتصاب به ریاست اداره اطلاعات و امنیت شهرستان قم هم ساواک، رئیس اداره ایالات و مذاهب ساواک بوده در تهران و در 22 اسفند 1335 نخستین گزارش تحلیلی درباره حوزه علمی قم را تهیه کرده است. این گزارش فوق العاده مهم. گزارش هم ایشون رئیسشه، ولی تهها مأمور داشته زیر نظر خودش از تهران این گزارش رو داده که میتونه یک عرض و طول حوزه رو در اون زمان به ما نشون بده. خب من همه گزارش رو نمیارم اینجا، وقت ندارم، به هم یه ساعت خودش طول میشه. یه خلاصش که به خصوص با آقای طباطبایی خمینی مربوط میشه رو برای شما نقل میکنم. این گزارش، در این گزارش تخمینی از تعداد طلاب حوزه علمی قم حدود 5000 نفر در سال 1335. بعد خدمت شما عرض بکنم تعداد طلاب 15 مدرس اول دروس خارج قم، یعنی از آقای بروجردی بگیر تا دیگران، یک یکی گفته چند تا طلبه در درس هر کدوم شرکت میکنه. خیلی جالبه، یعنی ببین چند تا مأمور بوده رفته اونجا نشستن، بالاخره یا کفشار رو شمردن یا آدم ها رو شمردن و یه تخمینی داشتن، اینجوری کشور رو اداره کردن. همه اینا رو نوشته که ترتیبم داره، که به ترتیب فرض کنید آقای بروجردی اول هستن، بعد همینطوری میاد تا بقیه آقای. بعد مدرسانی که گرایش میزان شهریه طلاب چقدر شهریه میگیرن نوشته، طلبه خارج، طلبه صد، طلبه مقدمات، هر کدومشون چقدر شهریه میگیرن. مدرسانی که گرایش سیاسی اجتماعی دارند، این از همش جالب داره برای بحث ما، 1، 2، 3 به ترتیب اینا رو نوشته. حالا برای شما اینا رو میخونم. نظر مدرسان درباره رژیم چیه؟ مدرسان درس خارج، مدرسان اصلی، در مورد رژیم شاه چی هست؟ در مورد کمونیست نظرشون چیه؟ اینا یک یک اومده نوشته. مطابق این گزارش آقای خمینی در رده دوم پس از آقای بروجردی با حدود 500 طلبه تو سال 1335. آقایان شریعت مداری و گلپایگانی هر یک با 300 طلبه در رده سوم. حالا بقیه‌شون رو دیگه نمیخونم. آقای طباطبایی با حدود 200 طلبه در رده اول تدریس فلسفه و تفسیر معرفی شده 1335. علمایی که به مسائل اجتماعی هم علاقه دارند به گزارش ساواک با این آقا، 1. سید کاظم شریعت مداری، 2. روح الله سید روح الله موسوی خمینی، 3. سید محمد حسین طباطبایی. ببینید چقدر دقیق نوشته که این 3 نفر بین بقیه مدرسان قم بیش از همه به مدارس، به مباحث اجتماعی تعلق خاطر دارن و دخالت میکنن. آقای طباطبایی در نظر بگیرید ایشون چی هست، یعنی از دید ساواک یک عالم منفعل نیست، در مسائل اجتماعی دخالت میکنه مثل آقای خمینی و شریعت مداری. ردش رو هم نوشته، شریعت مداری، خمینی و طباطبایی.
آنها همچنین جزء گزارش ها، آنها همچنین تبلیغات و فعالیت منطقی علیه کمونیست رو هم تعقیب می کنند، یعنی مدرسان حوزه علمیه قم. عموم علما و مدرسین مخالف کمونیسم هستند. این از تفاوت‌های محمد رضا پهلوی و رضا شاه پهلوی. رضا شاه کلاً حوزه و روحانیت رو گذاشت کنار، محمد رضا پهلوی حالا جوان بود، بالاخره مشاورانی داشته. اونها برای مقابله با کمونیسم دیدن که بهترین نیرو روحانیته و تقویت کردن از این زاویه. اگرم برخورد کردن حبن لله نبوده، بغضن معاویه بوده، با این زاویه آمدن و هم برخوردشون، فرض کن نحوه برخوردشون با شریعتی به همین دلیل بود، هم بر نحوه مواجهشون با روحانیت حوزه. این دو تا نکته بسیار مهمه توی دوران قبل از انقلاب. بعد نوشته که ولی به دستگاه حاکم کشور هم هیچ اعتقادی ندارند. مأمور ساواک، مأمور عالی رتبه ساواک نوشته مدرسین عالی مقام حوزه علمی قم به رژیم شاه اعتقاد ندارند. 1335 به علت رسوخ لزوم تبعیت از احکام اسلام قوانین موضوعه را هم موافق دین نمی دانند. یعنی قوانین رژیم شاه رو اینا قبول ندارن. رسماً و با صداقت نوشته اینا رو، حالا اون بالای تریا خوندن نخوندن. در این گزارش در مورد یک نفر به طور اختصاصی توضیح داده شده. فقط یک نفر، آقای طباطبایی. عموم علما و مدرسین بعد میگه که اینها هفته یک بار در محضر آقای طباطبایی علاقمند، طلاب علاقمند و مستعد برای تنظیم مقالات و تحقیق و انتقاد در عقاید مادی تشکیل جلسه داده می شود و بحث و گفتگو صورت می گیرد و به همین جهت معظم الله تعریفات متعددی در این زمینه دارد. یعنی تفاوت آقای طباطبایی رو ساواک درک می کنه با بقیه که هم میزان نفوذش، هم حوزه بحثش، هم مباحث دیگرش. این رو گفتم مال سال 1135. اما یک نکته، با اینکه این اسناد نوعاً کلیشش گذاشته میشه، من هرچی گشتم کلیشه سند رو پیدا نکردم. حساسیتم به اون عدد 500 بود. اگر کسی کلیشه سند رو پیدا کنه برای من بفرسه. این رو توی اینترنت فراوان، این خود این هست بدون کلیشه همش. مال همش هم مال سازمان های امنیتی نظام هست. نکته سوم، سرتیب حسن بدیعی. اینم خوبه بدونیم. این سرتیب که میگم بعدن ارتقا، بعد از 15 خرداد ارتقا پیدا کرده. سرهنگ حسن بدیعی فرزند حسین در سال متولد 1102 شیراز، در سال 1132 از دانشگاه جنگ فارغ التحصیل شد. در شهریور 1140 با درجه سرهنگ ستاد به ساواک معرفی شده. در دی 1140 رئیس ساواک مهابات شده و تاریخ 15 اسفند 1140 از سوی سرلشکر حسن پاکروان رئیس وقت ساواک به ریاست ساواک شهرستان قم منصوب شده. حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ برای که این آقا در زمان نهضت روحانیون در قم و قیام 15 خرداد رئیس ساواک قم بوده بعد از بلقسه. خب و تا 14 فروردین 1345 ریاست خودشو بر ساواک قم داشته. این بحرانی ترین دوران قم این آقا رئیس ساواک قم بوده و 3 سالش هم در همون خونه این امور رو هدایت میکرده. یه چیز خیلی مهمیه به لحاظ تاریخ. حوادث خونین قم بین سالهای 41 تا 43 در زمان ریاست سرهنگ حسن بدیعی در ساواک قم رخ داده. نامبرده با پیروزی انقلاب دستگیر میشه و در روز 13 آبان 1158، حالا ببینید چی، قبل از انجام محاکمه گفته شده به علت سکته قلبی در زندان فوت کرده. این فلواقع نظر نیروهای اطلاعاتی نظام است. آقای خرم‌آبادی نوشته که بله بعد از بازداشت ظاهراً در زندان خودکشی کرده. این روایت دوم. در خاطرات صادق خلخالی نام وی در زمره کسانی آمده که خودم خلخالی حکم اعدامش را صادر کردم. آدرسش هم میدم تا ببینید اوضاع چه خبره. ردیف 46، سرلشکر بدیع رئیس ساواک قم. البته این غلط ها توی چیز کتابشون فراوون، قد کشته که نمیدونسته اسماشون هم دقیقا چیه.
این توی صفحه 357 شه، این منظورش اول سرلشکر نبوده، اینا سرهنگی بوده یا نهایتش شده بوده سپهبد سرتیپ شده و بعدش هم با سرلشکر جواد بدی که یه ادامه دیگر هم هست نباید اشتباه بگیرید، اما دقیقش همی که رئیس ساواک قم بوده. بالاخره این رو خلخالی می من اعدام کردم. آقای خرم آبادی نوشته آقا خودکشی کرده قبل از اعدام. اون اطلاعات ایران هم نوشته که خوندم دیگه، سکته قلبی، بایست سکته قلبی قبل از محاکمه از دنیا رفت. حالا دیگه ایناش دیگه به من مربوط نیست، فقط گفتم بدونیم که این قصه ما فعلا این خونه است. خب حالا برگردم نکته اصلی. این عین سند ساواک است. مطلب رو از اسناد آیت الله گلپایگانی به روایت ساواک دارم نقل میکنم. چه ربطی به آقای گلپایگانی رو خودم تعجب کردم. علتش اینه، اون خونه کتابخونه آقای خمینی رو تو همین خونه بوده، تو همین خونه روبروی مدرسه حجتیه. ساواک شایع میکنه که این کتابخانه به دستور آقایان شریعت مداری و گلپایگانی تعطیل شده. دروغ محض بوده، اون هرگز همچه چیزی نگفته بودن. نوشته که اکثر قریب به اتفاق طلاب حوزه علمی قم تعطیل کتابخانه خمینی تو سند است و ضبط کتب مربوطه را از ناحیه آقایان شریعت مداری و گلپایگانی میدانند. تاریخ سند 8 آذر 1346. خب این اونجا. بعد خود این تنظیم کنندگان سند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک توضیحات بسیار خوب زیل این سند نوشتن که الان شاهد بحث من اوناست. نوشتن که به این مناسبت وزارت اطلاعات، آره، امام خمینی به منظور بالا بردن سطح معلومات و آگاهی مردم نسبت به احکام و مبانی اسلام در همان روزهای نخستین که از تبعیدگاه ترکیه به عراق انتقال یافت، دستور داد ساختمانی را که آقای خرمی بازرگان قمی در تاریخ 12 خرداد 1343 به او واگذار کرده بود کتابخانه عمومی کنند. پس نام مالک اصلی رو ما فهمیدیم، تاریخ انتقال رو هم فهمیدیم. دو نکته بسیار مهم در تحقیق. این خونه مال کی بوده؟ در چه تاریخی به آقای خمینی منتقل شده؟ بله، دیری نپایید که ساختمان مزبور به صورت کتابخانه عظیم با شکوه و مجهز در آمد و کتابخانه ارزنده و نفیسی برای آن فراهم گردید و برنامه ویژه‌ای برای اداره آن به مرحله اجرا گذاشته شد. این کتابخانه مقابل مدرسه حجتی قرار داشت و همکنون در همان جایگاه درمانگاه قرآن و اطرد احداث شده. اینا رو همه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته. پیروه، حالا این یکی مال ساواک، به نقل وزارت اطلاعات ساواک اینجوری نوشته. پیرو صورت جلسه مورخه 22 آبان 1346 با حضور کیو کیو کی نماینده دادسرای قم و امضا کنندگان زیر، لاک و مهر مخزن کتابخانه آقای خمینی به نام ولی عصر و دفتر کتابخانه باز و تعداد 2185 جلد کتاب موجود در کتابخانه مزبور کلن تحویل ساواک قم گردید. مراتب صورت جلسه شد. این تو کتاب حضرت آیت الله العظمى سید محمد رضا موسوی گلپایگانی به روایت اسناد ساواک تهران هست که سال 1385 منتشر شد. خب تا اینجا مطالب. حالا عرض بنده. نکته اول، نام مالک خانه مورد بحث خرمی تاجر قمی بوده که در تاریخ 12 خرداد 1343 خونه رو بابت وجوهات شرعی به شکل محضری به آقای خمینی منتقل کرد. این محضریش رو توی مدارک قبلی بود، دختر آقای خمینی، عروسش، پسرش، اینا رو گفته بودن. این خانه از نیمه دوم اسفند 45 تبدیل به کتابخانه ولی عصر شد. کتابخانه مذکور 2185 کتاب داشته که در آبان 1146 به ساواک منتقل شده. یه اطلاعاتی که از این دست آورد. نکته دوم، خانه مذکور از حوالی آذر 1337 از حکم قلقصه پیدا کردیم به عنوان نخستین مرکز ساواک قم در زمان ریاست سرهنگ قلقصه از خرمی، اون آقای تاجر، اجاره می شود. بعد از انتقال قلقصه از قم و ریاست سرهنگ بدیعی، خانه مذکور همچنان در اجاره ساواک و مرکز آن بوده است. به عبارت دیگر، در زمان نهضت روحانیت
در سال 1341 و قیام 15 خرداد 1342 و زندانی شدن آقای خمینی، مرکز ساواک قم همین خانه بوده است. آقای خمینی در تاریخ 16 فروردین 1343 از زندان در تهران آزاد شدند. در بهار همان سال ساواک از ساختمان مذکور به جنب راه آهن منتقل شد و خانه روبروی مدرسه حجتیه در اختیار مالک قرار گرفت، یعنی در اختیار خرمی تاجر قرار گرفت. نکته سوم، این حالا تحلیل خودمه، اینا هم حرف خودم بود، استنتاج بود، ولی یکی تحلیله. این که تاجر مقلد آقای خمینی چطور خانه‌اش را به ساواک اجاره داده بود در بدو نظر سوال برانگیز به نظر میرسه. اما چند احتمال وجود دارد. سطحی نگاه نکنیم، قدرت ساواک و موقع در نظر بگیریم. یکی این که خانه به اسم نخست وزیری و نه به اسم ساواک اجاره شده باشد. اومدن پیش تاجر گفت آقا ما از طرف نخست وزیری هستیم، اومدیم خونه شما رو به این قیمت، خیلی قیمت خوبی هم اجاره میکنیم. خب چرا نباید بده؟ نخست وزیریه دیگه، داده. حالا نگیم که اون زمان، حالا سال هنوز فتوای آقای خمینی در مورد نمیدونم حرام بودن هر نوع معامله با رژیم شاه اینا که هنوز نیومده، این مال سال 1337. بنابراین تاجر مقلد فرض بکنیم ایشون هم بوده، که حالا این رو مقلد بودنش هم بحثه، ولی به هر صورت چون حالا اون میگم چرا داد به وجوهات، به عنوان وجوهات به آقای خمینی داد، اون رو حالا دوباره جداگونه عرض میکنم. به هر صورت این که خونه رو به نخست وزیری داده باشه و ساواک زیر نخست وزیری اومده باشه خونه رو گرفته باشه، خیلی از دور از ذهن به نظر نمیرسه. و زمانی که مالک متوجه شده خانش مرکز ساواک شده، توان مخالفت نداشته، جرأت میکرده کسی بگه که من به دلیلی که خونم شده ساواک، من مالک میخوام از شما پس بگیرم. خب این طبیعیه، تو اون دوره آدم میتونه بفهمه چه اتفاق افتاد. یا احتمال دوم، یا این که از ابتدا خانه خرمی را به زور تصرف کردن، خالی به زور اومده دیدن خانه خوره خوبیه، مرکز شهره، بزرگم هست، دست گذاشته رو خونه. حالا مگه تاجر جرأت داره بگه من نمیدم؟ پدرشو در می آوردن، خونه پولش، گفتن آقا پولتو بگیر جی کم نزن، اینم گفته چشم، فرض کن. خب بعد خونه بر صورت خونه به زور تصرف شده باشه و به شکل سوری، به شکل به صورت اجاره بهش دادن، مال اجاره رو بهش دادن به مالک. اما اینکه آقای خرمی رضایتی از این مسئله داشته، فرض میکنیم قابل احراز نیست. خب در هر صورت با بازگشت پیروزمندانه آقای خمینی از زندان، خیلی مهم بوده، آمده آقای خمینی که چندان شناخته شده نبود، با این زندان تبدیل شد به مرجع خیلی شناخته شده، خیلی شناخته شده. مالک برای رهایی از بدنامی، حالا تو این فضایی که همه دارن درود بر خمینی میگن، این آقای تاجر اینکه ای وای خونه من مرکز ساواکه علیه آقای خمینی بوده، چیکار بکنم؟ این خونه رو به عنوان وجوهات شرعی به شکل محضری به نام آقای خمینی میکنه، یعنی فلواقع خودش رو از بدنامی نجات میده. اون زمانم آقای خمینی چندان مقلد نداشتن، رو در نظر بگیرید. ایشون در اون زمان، یعنی 12 خرداد 1343 که این خونه منتقل شده، آزاد بودن، یعنی قم بودن، آزادم بودن. تاریخ سخنرانیشون علیه کاپیتولاسیون هم 4 آبان 43 است، تاریخ تبعیدش هم 13 آبان همون ساله. بنابراین تاجرم آدم زیرکی بوده، میگه آقای خونه که بدنام شد به عنوان وجوهات شرعیه میسپاریمش بره، میدن به آقای خمینی، تموم میشه. خب این یه بحث. حالا بحث بعدیم، بحث بعدی اطلاعات بیشتریه. یعنی دو نکته تو اینجا دارم. الف، آقای سید مصطفی محقق داماد به یاد میارن ایشون هم در اون زمان که در اوایل طلبگیشون حوالی سال 1337 منزل مذکور متعلق به ساواک بود. خب غیر از حالا دو تا سند شد، یکی آقای تاریخ خرم‌آبادی یادشون اومد که نوشته بودن، یکی هم آقای محقق داماد، هر دو هم اون زمان طلبه بودن. ایشون که اوایل طلبگی من بود و در جریان تعرض به یک دختر در هتل قم، طلاب به عنوان اعتراض به ناامنی و بیناموسی در مقابل ساختمان ساواک، همین ساختمون، تجمع کرده بودن. ایشون میگه که من اون زمان اوایل طلبگیم بود، وارد جمعم نمیشدم، ولی دیدم که رفتن طلاب عصبانی جلوی خونه، چون تو مدرسه حجتی جلو منم تو مدرسه حجتی رفت آمد میکردم، اینو دیدم. سرهنگ قلقسه
ریاست ساواک قم از خانه مذکور خارج شد، یعنی محقق داماد خودش دیده اینو، و طلاب را دعوت به آرامش کرده، با ادب به جمعیت قول میداد که سریعا به قضیه رسیدگی خواهد شد. بعد آقای داماد اضافه میکنه بعدن هم معلوم شد اصلا تعرض دروغ بوده و خود ساواک شایعه آن را راه انداخته بود. پایان نقل قول از ایشون. حالا بررسی این عرایض خودم، روایت آقای محقق داماد با روایت آقای تاریخ خرم آبادی و نیز اسناد ساواکی که عرض کردم در مورد خانه مسئول کاملا سازگار. در مورد واقعه تعرض به اون دختر در هتل، اینم یه حاشیه جالبی است. استاد منتظری در یکی از نامه هایشان به آقای خمینی درباره شایعات بی اساس همین رو مثال آورده. تاریخ نامه سال 1365، فکر میکنم حدس بزنید در مورد چه مسائلی بود. این کلام آقای منتظری هست، این رو از جلد دوم خاطرات نقل میکنم، پیوست 143. این فرمودن این خطبازی ها و تصفیه های ظالمانه خود نیز یکی از مشکلات کشور است. من برای حضرت عالی داستان نقل میکنم. قطعا به یاد دارید که در قم آقای حاج مهدی اربابی صاحب هتل قم را به اتهام زنا با یک دختر مسافر اصفهانی و قتل او به دار آویختند و چقدر روی آن تبلیغ شد و مرحوم آیت الله بروجردی هم روی اجرای آن فشار آوردند. حدود 2 سال قبل آقای شیخ یحیی سلطانی نماینده دوره دوم مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به من گفت می دانید آن دختر زنده است و اهل منطقه ماست اردستان و اتفاقا مسافر همان هتل هم بوده است و کسی هم مزاحم او نشده است و همه این بازی را سرهنگ قلقسه علیه اربابی صاحب هتل راه انداخت. بعد آقای منتظری اضافه کردند من احتمال میدم آقای صانعی هم که اهل همان منطقه هستند جریان را بدانند. پایان نقل قول. خب دیگه نیازی به توضیح نداره. حالا نکته دوم و نکته آخر در این بخش، مشخصات بیشتری درباره مالک و خانه. من بعد از اینکه اطلاعات در آوردم با دوستانی که قوم بودن و سنشون بیشتر از من بود تماس گرفتم، نوشتم اونش هم که اجازه دادم، حالا توی متن کتبیش هست، یه اطلاعات بیشتر آوردم به دستم. نام کامل مالک خانه حاج حسین خرمی، اسم کوچکش نمیدونستیم، حاج حسین خرمی، متوفای حدود 1155. خبر متواتر در آن زمان این بود که خرمی خانه را به ازای 90 هزار تومان بدهی خمس خود به آقای خمینی داده است. یعنی معلوم شد که ایشون 90 هزار تومان خمس بدهکار بوده، دیده چه کاری بهتر از این که این خونه را به جای بدهی خودش به ایشون منتقل بود. اما این قصه 90 هزار تومان رو هم من توی اسناد قبلی پیدا کردم، تو خود بستگان آقای خمینی هم رو اشاره کردن، الان براتون میخونم. در کتاب ببینید 3 تا سند، اینجا 3 تا سند کوتاه که قبلا گفتم میگم چون خیلی به این ارتباط داره. در کتاب اقلیم خاطرات خانم فاطمه طباطبایی عروس آقای خمینی آمده که سال 1143 شخص نیکوکاری در قم خانه‌ای در خیابان حجتی روبروی مدرسه حجتی با آیت الله خمینی هدیه کرد و ایشان آنجا را برای استفاده طلبه ها کتابخانه کردند. خب هدیه رو اشتباه فرمودن، مسئله دیگری بود. اما نقل دوم از کتاب گذر ایام در خاطرات خانم فریده مصطفی دختر امام، این هم سال 1197 منتشر شده، ایشون نوشتن دقت در مصرف وجوه شرعی. زمان که آقا یعنی آقای خمینی ایران بودند در سال 1143 فردی این ملک را به قیمت 90 هزار تومان به آقا فروختند. پس 90 هزار تومان صحت داره، خود اطرافیان ایشون هم میدونستن اون مثل توپ صدا کرده بود، خونه خیلی مشهور بود توی قم و اینکه قبلا چی بوده توش و بعد منتقل شده، ببینه اینا را از چشم مردم محلی که مخفی نمیمونده. و به نام ایشان سند زدند، دختر آقای خمینی نوشته به نام ایشان به نام پدرش خونه رو سند زدند، همون خونه که مرکز ساواک اجاره شده بود، خانه با حیاط و اتاقهای بزرگ که تنها یک درب ورودی به سمت خیابان حجتی داشت. بعد از آن که آقا تبعید و به ترکیه فرستاده شدند گفتند که این ملک سهم امام و سادات خمس است. اینم به جا آقای احمد خمینی هم در پاورقی نامه 10 آبان 50 باباش نوشته این منزل سهم امام بود، در رضا در فروشش عجله داشتن، تو صحیفه امام اومده. اینا دیگه قبلا گفتم، بحثم تموم شد. خب
به حمد الله در مورد این خونه که 20 ماه آقای طباطبایی توش ساکن بودن ما اطلاعات بیشتری پیدا کردیم و بالاخره تاریخ معاصر واضح تر شد. خب بحث این بخش هم تموم شد. حالا بخش دوم که اصلا یه بحث کاملا مجزایی است و یه بحث شیرین دیگری است. عنوانش هست بخش دوم تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی و طباطبایی. ببینید این کار تاریخی نوعاً در حوزه های ما و تحقیقات ایرانی کم سابقه است. نگم 20 سال کم سابقه است. مطالب رو از اون بافت زمانی خودشون خارج میکنن و بعد فکر میکنن مثلا فکری که ما الان داریم همیشه داشتیم و اشتباهات فاحشی اتفاق میفته. این بحث رو با اینکه برخیش اون بحث سومشه که خیلی به بحث ما مربوط میشه، اما دو تا بحث اولش یعنی آقای خمینی رو من به شکل مستقل آراء سیاسیشون رو به ترتیب زمانی به شکل خلاصه میخوام معرفی کنم، آقای طباطبایی هم به همین شکل، بعدش تطبیق میکنم دو تا با هم دیگه مقایسه میکنم به لحاظ زمانی. خیلی چیزای جالبی از توش در میاد. اما بحث فعلی من آراء سیاسی خمینی به ترتیب زمانی. سوالی که به اصطلاح تو اینجا قرار جواب بدم اول میگم و بعد به بحث میپرسیم. چرا کتاب کشف اسرار، نه کشف الاسرار، الف لام نداره، کشف اسرار آقای خمینی بعد از انقلاب هرگز تجدید چاپ نشده؟ آقای خمینی از چه زمانی به ولایت انتصابی عامه فقیه و از چه زمانی دقیقاً به ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائل بودند؟ ایشان در اوج انقلاب، خصوصاً زمانی که در نوفلوشاتو تنین بین المللی پیدا کرده بود فرمایشاتشون، چرا هیچگاه از ولایت فقیه و حتی مضمون آن سخنی به میان نیاوردند و در عوض فرمودند جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است، به همان معنا که اینجا یعنی توی فرانسه جمهوری است و عملا نظارت روحانیون از جمله خود را به جای ولایت فقیه مطرح کردند؟ معنیش چیه؟ این کتمان مبتنی بر تقیه بوده یا توریه یا چیز دیگر؟ سال فولاد سال جدی است. اندیشه سیاسی آقای خمینی چه تحولاتی از سر گذرانده و با شرایط زمانی مکانی چه نسبتی داشته است؟ خب این سوالای من بود که توی اعلان جلسه هم آمده بود. حالا جوابا. آقای خمینی در 43 سالگی در زمان نگارش کشف اسرار 1323 به ولایت فقیه قائل نبوده است، اما به نظارت فقها بر شاه که توسط مجلس مجتهدان مؤسسان مجتهدان انتخاب می شده قائل بوده است. یعنی مجلس مؤسسان که همشون آخوند باشن، همشون روحانی رو نوشته با صراحت. این دیدگاه وی ترکیبی از نظر فقهای مشروطه خواه از قبیل ناینی با یک آریستوکراسی غلیظ روحانی، مجلس مؤسسان روحانی و نیز انحصار قانون در احکام شرع. این نظر است که توی کشف اسرار داره. وی در این زمان تو این کتاب ولایت فقیه را یک نظریه اختلافی در فروع فقهی می دانسته. آقای خمینی تا آخر عمر اجازه تجدید چاپ کشف اسرار را نداد. علی‌رغم ترجمه آن به عربی و ترجمه گزیده آن به انگلیسی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آن را در ضمن موسوعه الامام الخمینی که دوره کامل آثار ایشون در 50 جلد در سال 1392 همه که آثار آقای خمینی کمترین توضیح المسائل و حاشیه‌اش همه چیش توش هست الا این کتاب. چرا؟ فکر بکنم فهمیدید چرا. چون این کتاب امروز بخونید متوجه میشید ولایت فقیه که تصور آن موجب تصدیق است اونجا یک حکم فرعی فقیه که ایشون بهش قائل نبود. 1323 سالگی. خب نخستین اثر منتشر شده ایشان که در آن به ولایت انتصابی عامه فقیه، نه مطلقه، عامه فقیه، یا یعنی فرقش چیه؟ عامه یعنی در امور عمومی، عمومی در مقابل حوزه خصوصی فقیه میتونه اظهار نظر کنه، اما اینکه فراتر از احکام شرع اینا که بحث ولایت مطلقه است و اینا حالا بهش میرسیم، اونجا نه تو اینجا نیست، تو اینجا عمومی عام است.
یه رساله اصولی دارن به نام الاجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید. این رساله تاریخ نگارشش تیر 1330 هست، یعنی 7 سال بعد از کشف اسرار. اما این کتاب تا 14 سال بعدش منتشر نکردن، یعنی اولین باری که این کتاب منتشر شده در ضمن الرسائل هست که مرحوم آقا مجتبی تهرانی، تهرانیان رو میشناسن ایشون رو، شاگردان آقای خمینی بود، سال 1344 1344 در بین رساله های دیگه این رساله رو منتشر کرد. ببینید زمان نوشتن یه مطلبه، زمان انتشار وارد گفتمان عمومی مردم میشه یا متخصصان میشه. 1144 آقای خمینی به عنوان قائل به ولایت، اونم ولایت عامه فقیه قائل. خدمت شما که عرض بکنم، ایشان در این رساله با دلایل عقلی و نقلی به این نتیجه میرسه که اجماع بلکه ضرورت دال بر اثبات قضاوت برای فقها در زمان غیبت است. یعنی فتوا به جای خودش، این که قضاوت هم مال فقها هست بحث داره. جالب اینجاست که استاد ایشون مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی بیش از افتار برای فقها قائل نیست، قضاوت هم برایشون قائل نیست. حالا شاگردش میگه که نه، غیر از فتوا قضاوت هم میتونن بکنن فقها. حالا ادامه میدن با عربی، البته من ترجمه رو دارم میگم. آنچنان که اقوا ثبوت منصب حکومت و ولایت فل جمله برای فقیه است، یعنی اینکه فقیه حق قضاوت داره فتوای ایشونه در سال 1330، اما اینکه فقیه ولایت داره یعنی میتونه دخالت سیاسی، فل جمله علل اقوا چنین است. یعنی هنوز یه ذره مشکلات فقهی اثبات این مسئله برای ایشون داره. این نکته ها برای اولین بار داره مطرح میشه. به عبارت دیگر در آن زمان زعامت سیاسی فقیه به قرص و محکمی قضاوت فقیه در زمان غیبت نیست. خب تو این فاصله من به تقریرات اصول آقای خمینی هم مراجعه کردم، چون بحث اجتهاد تقلید در خارج اصول مطرح میشه. چند تا تقریر ایشون که بوده رو خلاصه اونا رو برای شما میگم تو متوجه بشیم آقای خمینی در دهه 30 و 40 آیا به ولایت فقیه قائل بودن یا نبودن. مسئله فوق العاده مهمه. کتاب تهذیب الاصول، تقریرات آقای جعفر سبحانی از درس اصول آقای خمینی، تاریخ اتمام کتابت آقای سبحانی دهه 1342. اگر سال 43 منتشر شده باشه، چرا میگم اگر؟ چون متاسفانه کتابه ما تاریخ انتشار ندارن، تو کتابخونه ملی هم اینا رو توجه نداشتن، کتابدارام اینقدر سواد کتابداری ندارن که این کتابه چاپ اول رو حفظ بکنن. در دهه 42 تموم شده، اگه با سرعت کتاب چاپ شده باشه 1143 چاپ شده، چون در زمان همون زمان ها چاپ شده، اینو میدونیم اسماعیلیان هم چاپ کرد. در اون تو بخش اجتهاد و تقلیدش خیلی کوتاه این قسمت نوشتن که صرفا برای فقیه منصب قائد، قاضی و مفتی رو دارن. در مورد مفتیش به تفسیر اشاره کردن، اما به شرط فقاهت در منصب نخست پرداخته نشده که آیا قائد یعنی زعیم باید فقیه باشد یا نباشد. یادتون باشه تو اونجا مسئله بدیهی نیست، مسئله اختلافی جدی است و بزرگانی از فقها قائلن که لزومی نداره فقیه باشه. یکیش هم آقای طباطبایی خودمون. بنابراین آقای خمینی هم به نقل این تقریرات در سال 42 یا 43 43 معلوم نیست همچون شرطی رو قائل بوده باشه. اما این تنها نیست، تو دو سه تا تقریر دیگه هم منتشر شده. من نه، حالا تو متن کتبیم هست، شما رو خیلی زحمت نمیدم. تنقیح القصول حسین تقوی اجتهادی اما 1376 منتشر شده شمسی، درست قبلا نوشته شده، اما اینکه ذهنیت فرد در نگارشش چقدر تأثیر داره، اینا رو قابل
کتمان نیست. معتمد الاصول آقای محمد فاضل لنکرانی سال 1380 منتشر شده، توش هست قدر متیقن فقیه جامع شرایط. اما حالا یک تقریر دیگه استاد دیگر بنده منتشر کرده که خیلی تو این بحث راه شد، آقای عبدالله جوادی آمل، ایشون هم شاگرد اصول آقای خمینی بودن. این کتاب متاسفانه باز تاریخ انتشارش بر من مجهوله، مدام چند سال قبله، اما تاریخ کتابت تقریر 30 بهمن 1396 شمسی است. چند سال قبل آقای جوادی رو بازنویسی کردن یاد داشته گذشته شد. اما بازم به نظرم انصاف رو به کار بودم و نکته که من میخوام تو اینجا پیدا کردم، آقای جوادی آملی استاد فلسفه و عرفان و تفسیر بنده، نیمی از دوره دوم و نیمه آخر دوره سوم اصول آقای خمینی رو شرکت داشتن، تو هم اولین کتاب نوشتن. اینجا آمدن اون فعل جمله که برای شما گفتم رو معنا کردن. این دوستان اهل علم لطفا توجه بکنن، اینا فوق العاده مهمه، به خاطر که بدونیم آقای خمینی یه شبه به ولایت مطلقه نرسیده، از نظارت فقیه ولایت عامه، هنوز ما تو این دهه 40 با ولایت عامه است. ببینید آقای جوادی آملی وقتی که اومدن میگه که آقا ولایت قاضی، ولایت قضاوتش اثبات میشه، ولایت افتا دارد، ولایت قضایی هم دارد، اما ولایتش در سلطنت، در به اصطلاح سیاست، در سیاست. میدونید سیاست در فقه مرادی سیاسی در علوم سیاسی نیست، سیاست منظور حدود و تعزیراته، این اشتباه نکنه، میگه در سیاست، حالا خودش معنا میکنه، میگه که مراد از ولایت فقیه در سیاست، جوادی آملی به نقل از استادش آقای خمینی مینویسه، مراد از این ولایت مطلقه نیست. جالبه ها، ولایت مطلقه شامل تجهیز لشکر و اعزام سرباز به سرحدات نیست، بلکه مراد مقامی است برای رفع مخاصمات غیر حقوقی که قاضی توانان را ندارد. به عبارت دیگه ولایت قضایی یعنی این که در مخاصمات، در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه فقیه باید بریم سراغ فقیه، بسیار، اما یک امور غیر حقوقی داریم، مثلا این که اینا رو مثالی که خود ایشون زده تو کتابش، یکی زد سیلی تو گوش دیگری یا متعرضش شد، ریخ خونش مالش رو برد، سرقت، یا قضیه لازرار، لازرار و لازرار، میگه اینا شأن قاضی نیست، اینا شأن والی است، ولی باید رفع خصومت است و ولایت مطلقه نیست. به تصریح خودش این که همه خصوصیات والی و زعیم و سیاستمدار رو داشته باشه مراد نیست، تازه این مورد میشه، یعنی فعل جمله، این میشه یه بخشی کوچکتر از ولایت عامه، اینم در اون زمان علل اقوا میگن مال فقیه. حالا من اینا رو جزئیاتش تو متن کتبی می‌نویسم. پس یادمون باشد تا سال 1144 نظر آقای خمینی ولایت انتصابی عامه فقیه است که خیلی کمتر از ولایت سیاسی است، خیلی کمتر، فقط میشه تو امور نزاهای اجتماعی که شأن قضایی نداره، قدرت سلطانی هم لازم داره، اما بقیهش رو متعرض نشدن، علل اقوا هم میگه هنوز به فتوا نرسید. خب این تا 44 حالا در داشته باشید. تحریر الوسیله، نخستین رساله فتوایی عربی جامع آقای خمینی است که جلد اول آن حوالی مهر 1344 در زمان تبعید در بورسای ترکیه نوشته شده و هر دو جلد آن اوایل دهه 50 در نجف برای نخستین بار منتشر شد. من کلی زحمت کشیدم که این تاریخ‌ها رو پیدا کنم. مؤسسه یعنی تنظیم و نشر آثار امام خمینی این همه بودجه اینا رو نتونسته مشخص بکنه که آقای کتاب کی نوشته شده، کی اتمام رسیده، چاپ اولش کجا بوده. لذا همش نوشتم حوالی مهر 1144، ظاهراً در اوایل دهه 50، ولی هیچ کتاب نیست. اگر کسی اون نسخه اولیه رو دارد و تاریخ داشته باشد، المیزان ها بسیارش تاریخ نداشت. خب اینا چرا میگم؟ برای این که این کتاب میشه گفت اولین جایی که آقای خمینی ولایت فقیه رو به این شکلی که امروز حدودی هست اونجا نوشته، این اولینشه. حالا ببینیم میشه حوالی مهر 1144 کی منتشر شده؟ 1150.
در خاتمه کتاب، کتاب یعنی فصل، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، ایشون نوشتن ولایت سیاسی، دیگه ولایت سیاسی فقیه علل اقوانی است، مثل رساله اجتهاد تقلید علل اقوانی است، فتوا شده. چی هست؟ قرص و محکم تبدیل به فتوا شده است. چی نوشتن؟ فقیه جامع شرایط فتوا و قضاوت نایب امام غائب است و کلیه اختیارات سیاسی ایشان را، کلیه اختیارات سیاسی ایشان را به استثنای جهاد ابتدایی داراست. مساعدت ایشان بر اقامه سیاست اسلام بر مردم واجب کفایی است. به نظر من این تو حکومت ولایی نوشته بودن، این فتوای انقلابه. فقهای دیگه همچون فتوایی ندارن. آقای خمینی به همچون فتوایی رسید و با صراحت اولین جایی که به عنوان فتوا فقیه رو به عنوان نایب امام غائب متولی سیاست دونسته اینجاست. کی منتشر شده؟ اوایل 50. کی نوشته؟ نیمه دوم 1144. کجا؟ تبعید، بورسای ترکیه. خب پله بعدی. حالا این استدلال نداره، این حرفا خیلی تو حوزه‌های علمی عجیبه. این خود ایشون هم قبلا به اینا قائل نبوده. آقای خمینی در ضمن تدریس کتاب البیع در نجف اشرف بحث ولایت فقیه را ضمن 12 جلسه مطرح میکنه. خب من خوشبختانه تو این زمینه به عنوان ذیل بحث تهمت در حکومت اسلامی 4 تا بحث هم منتشر کردم، 4 تا بحث شدگش هم مونده، خدا به توفیق بده بعدا منتشر بکنم. یک کارای میکروسکوپی اونجا کردم، اجازه تاریخ تفکر اسلامی، تفکر شیعی و ایرانه، ایران معاصر. میگه که بله اونجا 1 تا 19 بهمن 1348، این 12 تا 1 تا 19 بهمن 1348 نواراش هم پیدا کردم و این از رادیو ایرانم کی بعدا نواراش زیر زمین بوده و حالا داستانش مفصله. بعد از سقوط صدام نوارا پیدا شده، از رادیو معارف پخش شده، من بخشش سانسور شده، من بخش اصلیشم که سانسور نشدهش هم پیدا کردم. حالا ایناش رو تو اونجا میتونید بخونید. متن ویراسته اول آن در نجف اواخر اسفند 1348 و ویرایش دوم ولایت فقیه در بیروت در بهار 1350 منتشر شد. پس این بحث ولایت فقیه که فعلا هوار سر ما شده، ببینید اینها متن کتبیش اولین بار این زمان است، فارسی. آخر 48 در نجف، اول 50 در بیروت. اونی که وارد ایران شده اومال بیروت. همین ویرایش در دفتر 21 موسوعة الامام الخمینی در سال 1392 منتشر شده. و این کسی میخواد دیگه آخرین رسمیشو بره ببینه اونجاست. در این کتاب ولایت فقیه از یک فرع اختلافی فقهی در کشف اسرار به مسئله بدیهی که تصورش موجب تصدیقش می شود تبدیل شد. خب سیدانا سال 23 تصور می فرمودید، تصدیق نمی کردید. حالا سال 48 تصورش موجب تصدیق می شود، بدیهی است. ایناست تأثیر زمان و مکان در فتوا، تأثیر شرایط خارجی در فتوای سیاسی. اینا متن دینه؟ آقای خمینی بر فتاوای تحریر الوسیلهش اقامه دلیل همه فهم کرد. در این تبیین جزئیات بیشتری درباره حکومت اسلامی مبتنی به ولایت فقیه عرضه شده است و مراد ایشان از قانون که مطلقاً مصوبه عرفی مجلس شورای ملی نیست مشخص می شود. قانون در این کتاب یعنی حکم شرعی. من این کتاب رو فروردین 58 خوندم خودم. اونجا وقتی قانون میخوندم، قانون برای من دانشجوی اون زمان میشد یه قانون، یعنی چیزی که مجلس تصویب بکنه. حالا نگو قانون یعنی حکم شرعی. ببینید چه مغالطه‌ای میشه. بعد تو این کتاب قوه مقننه وظیفه بیش از برنامه ریزی بر اساس حکم الهی ندارد. قوه مجری هم وظیفش اجرای همان احکام شرعی است. قوه قضایی هم تطبیق همان احکام در مرافعات. این کتاب در حقیقت مانیفست آقای خمینی برای انقلاب و نظام سیاسی مطلوب است. یعنی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه. اینو خود ایشون گفتند، پیاده شده، ویرایش شده، ویراستاراش هم پیدا کردم کیا هستن. ویراستار اولش مال نجف حمید روحانی زیارتی، ویراستار نجفش این نجف بود، ویراستار بیروتش جلال الدین فارسیه، اما آقای خمینی شخصا اینا رو بررسی فرمودن و تایید کردن، بنابراین مسئولیتش با خود ایشون.
اما متن عربی رو خودشون نوشتن. متن عربی بحث ولایت فقیه به قلم خود آقای خمینی در جلد دومی که طاولبی ظاهرا در سالهای 1151 و 52 در نجف منتشر شد. ببخشید میگم ظاهرا، برای که هیچ سندی الان در دست نداریم حس دقیقا کی بوده، ظاهرا 1151-52. دفتر 16 موسوعه الامام الخمینی 1192 هم حامی داره اون رو، این جلد دوم که توش بحث ولایت فقیه. ترجمه فارسیش برای اونا که میخوان بخونن با عنوان شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت الفقیه، ولایت الفقیه از کتاب البی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1365 منتشر کرد. این متن که با دقت فقهی نوشته شده چیزی جز نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه نیست. اختیارات سیاسی ولی فقیه دقیقا همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه است. تو اینجا هست. حتی چندین نوبت از واژه ولایت مطلقه هم تو این کتاب استفاده شد. من تو کتاب حکومت ولایی، تو کتاب دغدغه‌های حکومت دینی هنوز به این نکات نرسیده بودم. لذا این بحثی که دارم میکنم تکمیل مباحث گذاشتم. در این زمان فقها بر هم ولایت ندارند. توجه کنید. و البته حق دخالت در اموری که فقیه دیگر اقدام به شروع آن کرده را نیز ندارند. خب، باز خدا رو شکر. فقیه فقط بر عوام ولایت دارد، نه بر فقهای دیگر. آقای خمینی به مدت کمتر از 2 سال، یعنی 1156 تا اوایل 1157، مطلقاً از ولایت فقیه یا حتی مضمون آن چیزی به میان نیاورد. اینو که میگم کلمه به کلمه خوندم رو دارم میگم. تمام اطلاعیه های ایشون، مصاحبه های ایشون، علاوه بر اون سرچ کامپیوتری هم کردم که مطمئن باشم، چون زمانی که حکومت ولایی رو می‌نوشتم با دقت اینا رو یکی یکی آوردم، الانم باز مراجعه کرد. این دوران اوج گرفتن انقلاب، اخراج ایشان از عراق، اقامت 5 ماهه در نفلوشاتوی هومه پاریس و بازگشت پیروزمندانه به تهران است. در پاسخ به خبرنگاران بین المللی که با سماجت درباره ماهیت جمهوری اسلامی، نقش روحانیون و نقش خود ایشان در نظام آینده می‌پرسند، ایشان که به اصطلاح اصولی در مقام بیان بوده، مقام بیان یعنی شما میتونید به اطلاقش تمسک بکنید، به اماتش تمسک کنید، در مقام بیان دیگه. آقا حکومت اسلامی که تو میخوای بگی چیه؟ تو توش چه کاره ای؟ آقا من هیچ سمتی اونجا ندارم، ارشاد میکنم فقط. خب اینجا در مقام بیان بوده، تنها به این اکتفا کرده که حکومت به قوانین اسلام پایبند است، تحت نظارت روحانیون است، جمهوری به همان معنا که در همه جا از جمله اینجا فرانسه پاریس جمهوری است، یا جمهوری اسلامی جمهوری است مثل سایر جمهوری ها. واضح است که این دو خصوص، ببینید وقتی میگیم مردم با 98% رأی دادن، مردم به اینا رأی دادن، مردم به کتاب البیک رأی ندادن، مردم به ولایت فقیه حکومت اسلامی اکثر قریب به اتفاقشون نخونده بودن که رأی بدن، مردم به این مصاحبه‌ای دیدن که همشون شنیدند. نگید مردم ایران نمیفهمیدن، یه جای دیگر قضیه اشکال داره، بهشون راست گفته نشد. واضح است که این دو خصوصیت، یعنی جمهوری به همان معنا که همه جا جمهوری است، جمهوری به همان معنا که در فرانسه جمهوری است، و در این جمهوری اسلامی فقط فقها نظارت میکنن، ارشاد میکنن، هیچ سمتی ندارن، این دو خصوصیت با ولایت شرعی فقیه ناسازگار است بدون تعارف. حکومت اسلامی معرفی شده در این مقطع جمهوری اسلامی است با نظارت فقیه، اما قطعا مبتنی بر ولایت فقیه نیست. در این مقطع بر حقوق مردم و آزادی‌های عمومی تأکید بیشتری شده است. در مجموع حکومت جمهوری اسلامی به روایت پاریس و این مقطع سیمای لیبرال تر دارد و تناسبی با رأی سیاسی ایشان به مدت یک قرن، یک ربع قرن، یعنی 1330 تا 1356 که ولایت انتصابی مطلقه فقیه بوده ندارد. آنچه مردم در همه پرسی فروردین 58 با آن رأی قاطع آری دادند، آنچه بود که در این 2 سال شنیده بودند.
آقای خمینی به موجب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع مردم به قاطع قریب به اتفاق ملت ایران در اجتماعات و تظاهرات شورای انقلاب اسلامی و سپس نخست وزیر دولت موقت را منصوب کرد. مراد از حق شرعی چیزی جز ولایت فقیه نبود، اما اسمش گفته نشد، گفته شد حق شرعی و البته حق قانونی که به خاطر این بود که مردم با من هستن. خب حق قانونیش ما ایرادی نداریم، اما حق شرعیش اون زمان همش گفته ما نظارت میکنیم. در پیشنویس قانون اساسی که زیر نظر خود ایشان توسط برخی حقوقدانان معتمدشان که اسمشون هست تهیه شده بود، اسمی از ولایت فقیه نبود. ایشان در پیامش به مجلس خبرگان تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام را منحصرا در صلاحیت فقها دانست که گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. یعنی آقایون غیر روحانی حق دخالت در قوانینی که مربوط به اسلام ندارن، یعنی رأیشون اعتبار نداره. بعد از تصویب ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان در تاریخ 21 شهریور 1358، آقای خمینی تمام قد از ولایت فقیه حمایت کرد. دو سال سکوت، حالا یک رازی یه چیزایی هم میگه، ببینید داره چی گفتن. تکذیب آن را تکذیب اسلام دانست، مرتد میشه اگه با ولایت فقیه مخالفت کنید. ایشان تصریح کرد ولایت فقیه امر تشریفاتی نیست، بهترین اصل قانون اساسی است. تو آنچه در قانون اساسی آمده برخی شون ولایت فقیه است، نه همه شون آن. ضمناً ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری. نترسید، فرمایشات ایشون بود. آقای خمینی در ضمن پاسخ به استفتاءات خود بر ولایت مطلقه تصریح میکند. این پاس استفتاءات 10 جلد جزء همین 50 جلد منتشر شد. اون آخرش امور سیاسی دارد که من اونا را حالا دارم عرض میکنم. نوشتن که هر جا که مصلحت اسلام و نظام اقتضا کند در اموال و انفس حق اعمال ولایت دارد. ولایت مطلقه اینه. آقایونی که گوششون رو بستن میگن که نخیر، چارچوب قانون رو برن بخونن. میپرسن میگن ولایت مطلقه چه؟ میگه بر اموال و انفس هر جا صلاح بداند حق ولایت دارد. واضح است که تشخیص این مصلحت هم با خود ولی امر است. اون مجمع تشخیص مشورتیه، تصمیم اونی که امضا میکنه خود ولی امره. در یک پاسخ به استفتای دیگر، وجوب شرعی اطاعت از احکام حکومتی ولی امر نه تنها برای مقلدان دیگر مجتهدان، بلکه حتی مجتهدان دیگر را نیز در بر میگیرد. من وقتی رو خوندم برق از سرم پرید. تو کتاب البیع استدلال کردید فقیه بر فقیه دیگر ولایت ندارد. وقتی بست قدرت پیدا کردید نوشتید فقیه حتی حکمش بر بقیه فقها هم نافذ است، نه فقط بر مقلدان. عدم مخالفت یه ممره، وجوب موافقت از کجا در آوردی؟ جواب بده. این فتوا با آنچه ایشان در کتاب البیع نوشته بود که فقیه بر دیگر فقها ولایت ندارد منافات دارد و چون متأخر از آن است باید فتوای نهایی آقای خمینی و اطلاق دیگر بر ولایت مطلقه دانست. من هرچی بیشتر مطالعه میکنم این ولایت مطلقه داره وسیع‌تر میشه. در نیمه دوم سال 1366، بعد از استفتای وزیر کار و اعتراض دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران، آقای خمینی مرادش از ولایت مطلقه فقیه و اختیاراتش را آشکار تر کرد. نه اینکه تأسیس کرده، قبلا میگفت همه اختیارات پیغمبر و امام را دارد، اما اینا را قبلا نگفته بود، حالا صریح گفت. فرمودن اختیارات حکومت اسلامی محدود به چارچوب احکام فرعی الهیه نیست، بلکه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور به اسلام باشد یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مسائل اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. ببینید پیشینه این مطلبی که شو فرمودن. وزیر کار نوشته، بعد آقای صافی دبیر وقت شورای نگهبان اعتراض کرده کتبا، بعد
همین آقای خامنه ای امام جمعه وقت تهران و رئیس جمهور وقت تهران هم مثل آقای صافی آمده گفته آقا این اختیارات در چارچوب احکام شرعه. آقای خامنه نه خیر غلط فهمیدی، کجاش در چارچوب احکام شرعه؟ بی بالاتر از احکام شرعه میتونه احکام رو موقتا تعطیل بکنه، چه عبادی چه غیر عبادی، همه قرارداد رو میتونه یک طرفه لغو بکنه. پس دوستان ما میان میگن نه آقای در چارچوب قانون اساسی، خواب دید خیر باشه، نمیفهمید، اینو صراحت داره. درده 66 تصریح کردن که اگرچه فقیه جامعه شرایط در جمعی صور ولایت دارد، اما تشکیل حکومت و تولی امور مسلمین منوط به بیعت یا آراء اکثر مسلمین باقی است. این وقت ائمه جمعه، دفتر ائمه جمعه از ایشون سوال کرده که بالاخره این نظر مردم، رضایت مردم چه جایی تو نظر شما داره. میگه ولایت داره فقیه، اما اگر میخوام بیاد به عنوان زمامدار باید اکثریت مردم با ایشون باشن، یعنی با فقیه باشن. خب در زمان خود ایشون، من وقتی رو میخوندم ولی یه وقت دیگه تفصیلا خواهم داد، فقط تو حاشیه عرض میکنم. پس میتونیم بگیم مطابق آخرین نظر آقای خمینی، با اینکه ایشون ولایت انتصابی مطلقه فقیه قائلن، اما برای اعمال ولایت، برای مشروعیتش، برای حالا بفرمایید مقبولیتش، هر چه اسمش میگذارید، نظر مساعد اکثریت مردم لازمه. خب در زمان ایشون بود، چند سالیست یقین داریم اکثریت مردم با ولی امر نیستند، با فتوای آقای خمینی ایشون نامشروعه، با فتوای آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای، حکومت آقای خامنه‌ای نامشروعه الان. برو رو باسکول که دو تا انتخابات رفتی روی باسکول، اکثریت با تو نیست، قطعا اکثریت با شما نیست. اگه این فتوا درست باشه که شما قبول دارید درسته، بنابراین تشریف بیارید پایین، رضایت مردم رو ندارید. نظر آقای سیستانی هم همین الان، یعنی دو تا فقیه، آقای خمینی و آقای سیستانی، اگه نظراتشون رو قبول دارید، اینا به ولایت فقیه قائل اما رضایت مردم رو حداقل به یک نحوی از آنها شرط میدونن. پس اگر اکثریت با شما نیست، که یقین داریم نیست، یقین داریم نیست با همه آمارا، شما مشروعیت نداری الان. اگه میخوای مشروعیت داشته باشی، یه رفراندوم نشون بده که اکثر مردم، یعنی 50% به علاوه یک نفر با شما هستن و نیستن. پرانتز و بستاری وقت دیگری بخواهم پرداخت. خب با توجه آخرین نظر ایشان عدم لزوم، اینم بگم دیگه که این کلکسیون کامل بشه، آخرین نظر آقای خمینی عدم لزوم مرجعیت بالفعل برای ولی منتخب خبرگان در عین لزوم اجتهاد مطلق است. حالا من به اشکالات اجتهاد مطلق اینا هم هیچ کاری ندارم، چه تطوراتی هم تو این بوده اینا رو نوشتم قبلا، فقط نکته این اخیر. با توجه به مستندات فوق میتوان گفت آقای خمینی حداقل از 1330 به ولایت انتصابی عامه فقیه قائل بوده، حداقل از سال 1344 به ولایت انتصابی مطلقه فقیه باور داشته. ایشان در سالهای 56 و 57 با ابراز جمهوری اسلامی مبتنی بر نظارت فقیه و کتمان رأی واقعی خود تقیه یا توریه کرده است، در حالی که به فتوای خود ایشون بر رهبران دینی تقیه حرام است. دو تحریر و وسیله نوشته. ببینید یه عوام میتونه برای تقیه بکنه برای حفظ جان خودش، شما دارن از هویت حکومت اسلامی ازت سوال میکنن، تقیه کردی؟ توریه کردی؟ با کدوم مجوز دینی؟ این اگه وقتی مجوز نداشت میشه دروغ گفتی، بی اخلاقی کردی، سر ملت را شیره مشتی. در آن زمان رأی واقعی ایشان ولایت انتصابی مطلقه فقیه بود است. البته ایشان تولی امور مسلمین یا زمامداری مسلمین را منوط به رأی اکثریت مردم با ولی فقیه، با ولی امر، و اختیارات ولی امر را همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه می‌دانست است. آقای خمینی در دوران قم به نظریات حکومت مشروطه با نظارت و اذن فقها و سپس ولایت انتصابی عامه فقها قائل بوده است. در دوران نجف به ولایت انتصابی مطلقه فقیه معتقد بوده. در میان پرده اوج انقلاب سال آخر نجف و دوران پاریس با تقیه یا توری از جمهوری اسلامی با نظارت فقیه دفاع کرده.
در دوران زمامداری در تهران مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه پیش رفته است که البته رضایت یا بیعت اکثریت مردم را برای اعمال ولایت سیاسی لازم می دانسته. نظر نهایی ایشان لزوم تبعیت همگان حتی دیگر فقها از ولی امر است. در مجموع 4 نظریه سیاسی به ترتیب زمانی از ایشان به جا مانده است. خب خدا رو شکر میکنم که تونستم این تصویر رو به تصویر دقیقی و خلاصه از آراء سیاسی آقای خمینی رو در اختیار شما قرار بدم. حالا بریم سراغ همین دقت رو در مورد آقای طباطبایی بکنیم. آراء سیاسی طباطبایی به ترتیب زمانی. سوالاش اینه: آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی تحولی داشته؟ آقای طباطبایی آراء سیاسی خود را قبل از قیام نیمه خرداد 42 ابراز داشته یا بعد از آن؟ آیا آقای خمینی از نظر سیاسی آقای طباطبایی یعنی حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه قبل از انتشار قول خودشون که ولایت فقیه بوده مطلع بودن؟ آیا نظر آقای طباطبایی در 3 سال آخر عمر ایشون تحول یافته؟ آقای طباطبایی در 2 همه پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی چه موضعی داشتن؟ حالا جوابای خلاصه من به اینا. من بحث رو جلسه پیش کردم. این دارم رو بحث آرا مکتوب ایشون دارم صحبت میکنم. اون 3 سال آخر و بحث آرا شفایش. آقای طباطبایی آرا اجتماع سیاسی خود رو در 44 تفسیر المیزان کلامون فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی انتهای سوره آل عمران ظاهراً در سال 1336 منتشر کرد. ببخشید میگم ظاهراً، باز شرمندگی است. در هیچ یک از کتابخانه های ما اون چاپ اول این کتاب نیست. اونایی هم که هست تاریخ ندارد. ترجمه فارسی آن توسط 3 مترجم مختلف در دست است. یکیش محمد رضا صالح کرمانی ظاهراً اوایل دهه 40، با ظاهراً. چاپ دوم با تجدید نظر و اصلاحات کامل به قلم فی امیدی، ظاهراً فتح الله امید نجف آبادی است. دقیق دارم عرض میکنم، حوالی 1347. بعدن به شکل مستقل با عنوان روابط اجتماعی در اسلام با تقریض خود آقای طباطبایی توسط جناب آقای محمد جواد حجتی کرمانی که خوشبختانه در قید حیات هستند. چاپ اول ظاهرن 1144، همش ظاهرن، و توسط سید محمد باقر موسوی همدانی به عنوان ترجمه جلد 4 المیزان ظاهرن در دهه 50 منتشر شد. تو اینجا خلاصش اینه، میگن روش اداره جوامع همواره در تغییر است. آقای طباطبایی: احکام و مقررات این عرصه به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که باید با مراعات صلاح حال جامعه و پس از مشورت با عموم مسلمانان و بر اساس سیره و روش پیامبر اتخاذ شود. در عصر غیبت این امور، این امور سیاسی، به عهده عده خاصی گذاشته نشده است، بلکه زمامدار را مسلمانان انتخاب می کنند تا شیوه امامت را پیش بگیرد. تحمیل عقیده یا زور و قهر شیوه اسلامی نیست. آقای طباطبایی در این بحث آشکارا ولایت سیاسی فقیه را نفی کرده است. دهه 30 داریم صحبت می کنیم و بیشتر به چگونگی اداره جامعه اندیشیده تا اینکه چه کسی مدیر باشد. یعنی سوال اصلی فلسفه سیاسی به سوال اصلی فلسفه سیاسی نزدیکتر. آقای طباطبایی آراء خود را درباره اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء در جلد 5 و عرض معذرت ظاهرا در سال 1337 منتشر کرده است. جلد 8 ترجمه المیزان حاوی آیه 59 نساء توسط سید محمد خامنه‌ای برادر بزرگ این آیه سید علی ظاهراً اوایل دهه 40، چاپ دوم اردیبهشت 1344، الحمدلله چاپ دومش دقیقه، و جلد 9 حاوی آیه 83 سوره نساء توسط محمد جواد حجتی کرمانی، چاپ اول ظاهراً نیمه اول دهه 40، چاپ دوم قطعاً مرداد 1348، و نوبت بعدی ترجمه توسط محمد باقر موسوی همدانی در ترجمه جلد 5 ظاهرا دهه 50 منتشر شد. چی گفته توش؟ اولی الامر در هر دو آیه ائمه 12 اهل بیت علیهم السلام هستند ولا غیر.
در آیه نخست بحث در حکم شرعی، آیه 53، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بحث در حکم شرعی یعنی ثوابت دینی بود که مرجع خدا و رسول بود. اما در آیه دوم فردوه الی الرسول و اولی الامر منکم مربوط به امور سیاسی و متغیر است، لذا مرجع رفع اختلاف پیامبر و اولی الامر ذکر شده است که در جنبه مدیریت سیاسیشان مورد مراجعه قرار می گیرند. بعد اینا رو خلاصه چندین صفحه میگم. اولی الامر نمی تواند خلفای راشدین، اهل حل و عقد، علمای امت و فرماندهان نظامی باشد. این صریح جمله آقای طباطبایی، سپردن امور سیاسی به علما از جمله فقها مفاسد و خسارات غیر قابل جبران به بار می آورد. علمای دین به آن جهت که فقیه هستند چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارند تا خدا امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این مسائل به علما یعنی به فقها مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟ نور به قبرت بباره. این حرفا رو کی گفته؟ ببینید سالاشو برای این در آوردم. اواخر دهه 30، 1137، 5 سال قبل از قیام 15 خرداد 42، مقاله مهم ولایت و زعامت آقای طباطبایی در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت در دی 1341 منتشر شده، قبل از نهضت روحانیت. اونجا نوشته اجرای احکام ثابت یعنی شریعت و اتخاذ و اجرای احکام متغیر، مقررات مبتنی بر مسائل متغیر که جزء شریعت نیست، توسط والی اسلامی صورت میگیرد و هر دو لازم الاجراست. مسئله ولایت و زمامداری از مواد شریعت و ثابت و لازم الاجرا در همه زمان هاست. شرایط والی جامعه از نظر ایشون، والی اسلامی از جانب ایشون، 3 تاست، نه 4 تا، 3 تا: تقوای دینی، حسن تدبیر، اطلاع بر اوضاع. این باید بیش از همه در این 3 تا صاحب واجد شرایط باشه. به شکل شفاف آقای طباطبایی از شرایط لازم والی مسلمین و فقاهت رو نشمرده. یعنی وقتی میگه والی مسلمین، منظورش ولی فقیه نیست. آنچه ضروری است اقتدا به سنت و سیره رسول خداست، یعنی مشورت با همه مردم و رعایت مصالح عمومی. در جلد 9 تفسیر المیزان، ذیل تفسیر آیه 60 سوره انفال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل که ظاهرا حوالی سال 1342 منتشر شده، آقای طباطبایی حکومت اسلامی را معادل حکومت انسانی معرفی کرده که توضیح هم داده که مساله همه افراد جامعه را به طور مساوی رعایت می کند، به خواسته های آنان احترام می گذارد و ولو هر که می خواهد باشد، مرد باشه، زن باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، پولدار باشه، فقیر باشه، مسلمون باشه، نامسلمون باشه، نه اینکه خواسته های افراد را فدای خواسته یک نفر یا فدای خواسته اکثریت کنه. یعنی خواسته اقلیت هم باید رعایت بشه، خواسته اکثریت هم رو، همه خواسته ها باید رعایت بشه. حالا چه جوری؟ بهش خواهیم پرداخت. در مقاله اسلام و نیازمندی های معاصر در کتاب اسلام و انسان معاصر، مجموعه بررسی های اسلامی، که این خود مقاله 1139 نوشته شده، اون کتاب 1155 منتشر شده، هر دم اون مال مکتب اسلامه، اصل مقالش هم پیدا کردم. در تقسیم احکام و مقررات اسلامی، احکام ثابت را حافظ منافع حیاتی نوع انسان معرفی کرده که در کتاب خدا و سنت رسولش یافت می شود. شریعت فقط همین است، این شامل متغیرات نمیشه. قسم دوم، احکام و مقررات حافظ مصالح مختلف زمانی و مکانی، منافع موقت و مقطعی آدمیان، متغیر، زوال پذیر و قابل نسخ هستند و از سوی والی اسلامی در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصالح زمان تشخیص داده و وضع می شود و نسخ می گردد و لازم الاجرا هستند، اما شریعت و حکم خدا شمرده نمی شوند. یعنی به عبارت دیگه احکام حکومتی جز دین نیست، عوض میشه. مگه دین میتونه یه چیزای متغیرات باشه؟ آقای طباطبایی با دخالت مستقیم علما در سیاست،
چه قبل و چه بعد از انقلاب مخالف بود. ایشان از اواسط سال 1157 تا 2 ماه قبل از درگذشت در آبان 1160 بنا به نقدها و سندهایی که آوردم، اینا دیگه مال شفاهیاتشون، کتبیاتش، با اسنادی که ارائه شد به خواص خود گفته است، این پاییز 57، بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد بود. هنوز انقلاب پیروز نشد و نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود قبل از پیروزی انقلاب. پس از پیروزی انقلاب، در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد و آن اسلام بود، یا به طور خلاصه اولین شهید این انقلاب اسلام بود. عباراتی که با مکتوبات ایشان در اندیشه سیاسی کاملا سازگار است. میراث کتبی و شفاهی آقای طباطبایی یک نظریه سیاسی را از اول تا آخر بیشتر نشان نمیداد. برخلاف آقای خمینی که 4 تا نظریه بالا و پایین رفتن، آقای طباطبایی یه نظر بیشتر نداره. همینه که گفتم. ولایت حکومت اسلامی با این عرض و طول منهای ولایت فقیه. حکومت اسلامی یا انسانی منهای ولایت فقیه یا زمامداری منتخب مردم که با مشورت ایشان و رعایت مصلحت آنها با اقتدا به سنت و سیره پیامبر جامعه را اداره می کند. این آقای طباطبایی، اونم آقای خمینی. خب خسته نباشید، این بحث هم تمام شد. حالا بحث اصلی تطبیق زمانی آراء سیاسی خمینی طباطبایی با هم دیگه جداگونه گفتیم، حالا بیام و کنار هم بذاریم ببینیم چه خبر شده. رویکرد سیاسی آقای خمینی چه سوالاش اینه، چه امتیازاتی داشته آقای طباطبایی؟ اهم کاستی ها و نواقص نظریه سیاسی آقای طباطبایی کدام است؟ آیا اندیشه سیاسی آقای طباطبایی ظرفیت و خصوصیت یک نظریه سیاسی مطلوب را برای زمان ما داراست؟ نظریه سیاسی این دو متفکر غیر از ولایت فقیه در محورهای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی ها چه تفاوت معنیداری داشته است؟ این بحثم که الان میخوام مطرح بکنم از همه بحثی که تالا شنیدید دقیقتر، مهمتر و نیازمند به تأمل بیشتر. کتب هر یک از این دو عالم به احتمال قوی از نظر عالم دیگر مخفی نبود، خصوصا که غالب این کتاب ها از مهمترین کتب منتشر شده آن ایام بوده است. یعنی مگه ممکنه المیزان منتشر بشه همچون حرفای مهم می توش زده شده باشه آقای خمینی نمیدونسته؟ ممکنه کتاب کشف اسرار منتشر شده باشه آقای طباطبایی ندیده باشه؟ رسال آقای خمینی منتشر شده باشه اصلا به گوش آقای طباطبایی نرسیده؟ کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که مثل توپ و زمان صدا کرده آقای خمینی ندیدند؟ فرض می‌ذاریم اینها می‌دیدند. خب البته روش عالمان آن دوران این بوده که به اسم معاصران خود در آثارشان اشاره نمی‌کردند. در دهه 20 آقای طباطبایی کتابی منتشر نکرده، کتاب نوشته ها این منتشر نکرد، آقای خمینی منتشر کرده کشف اسرار. ایشان یک سال بعد از انتشار کشف اسرار آقای خمینی از تبریز به قم وارد شده. در آن دهه آقای خمینی به شاه منتخب مجلس مؤسسان روحانی و تحت نظارت ایشان معتقد بوده و ولایت فقیه را یک نظریه اختلافی در فروع فقهی می‌دانست. خب این تو دهه من دهه میام جلو، این دهه 20. هیچ یک از آثار آقای خمینی در دهه 30 منتشر نشده است، در حالی که انتشار تفسیر المیزان آقای طباطبایی از سال 1133 آغاز شده و مجلدات 4 و 5 آن حاوی مباحث سیاسی به ترتیب در سال‌های 1136 1137 منتشر شده است. آقای طباطبایی در این مجلدات در عین اذعان به ضرورت حکومت اسلامی و اجرای احکام کتاب و سنت، والی اسلامی را مقید به پیروی از سنت رسول خدا در مشورت با مردم و رعایت مصالح عمومی و روش امامت، روش امامت یعنی عدالت و نفی استبداد، دقیقا نوشته استبداد، چه استبداد اکثریت چه استبداد فردی، کرده که توسط مسلمانان انتخاب می شود و شروط وی فقاهت نیست. شروط وی فقاهت نیست. تو دهه 30 آقای طباطبایی در تفسیر اولی الامر قرآنی به صراحت زعامت سیاسی فقها را انکار کرده است. در نیمه دوم دهه 30 مهمترین سویه اندیشه سیاسی آقای طباطبایی نفی ولایت فقیه، انتخابی بودن زمامدار مسلمانان و الزام وی در اقتدا به سیره نبوی در مشورت ملی و رعایت مصالح عمومی بوده است. این دهه 30. بعد از انتشار کتاب میرزای ناینی توسط سید محمود طالقانی با عنوان تنبیه الامه و تنزیه الامه،
تنبیه الامه و تنزیه المله در اساس و اصول مشروطیت یا حکومت از نظر اسلامی، حکومت از نظر اسلام تیتر اصلی کتاب شده. من کتاب دارم، این تو کتابخونه پدرم بود، الان هم پیش من، یعنی این کتابی است که من از ایران با خودم آوردم، جز کتاب اینقدر مهم من بوده. در سال 1334 1334 که حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقیه هست، این مال تو این کتاب، اندیشه سیاسی آقای طباطبایی در نفی شرط فقاهت والی و عدم نیاز به اجازه یا اذن وی، یعنی اذن فقیه، یک قدم جلوتر از استادش آقای نایینیه، یعنی از تنبیه الامه جلوتره از این زاویه. در آغاز دهه 40 آقای طباطبایی با انتشار مقاله ولایت و زعامت در کتاب بحثی در مرجعیت روحانیت، یعنی دهه 41، پیشتاز نفی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه به زبان فارسی است. وی با صراحت بیشتری عدم اشتراط فقاهت در زمامداری جامعه اسلامی خاطر نشان کرده، بر شرایطی از قبیل مدیریت و کاردانی، اطلاعات سیاسی اجتماعی و امانتداری و تقوا به عنوان شرایط ضروری زمامدار تاکید کرده است. اگرچه اجرای حدود و احکام شرعی و اتخاذ مقررات متغیر و مصلحتی و اجرای آنها را مسئولیت زمامدار دانسته، اما در مجری همین دو امر هم فقاهت را شرط ندانسته است. علاوه در همین ایام وی در جلد نهم تفسیرش حکومت اسلامی را به حکومت انسانی تعبیر کرده که مبنای آن رعایت تساوی همه مردم و احترام به خواسته های آنها و انکار استبداد فردی و استبداد اکثریت است. قطعا این مبانی از چشم آقای خمینی مخفی نمانده است. آقای خمینی با اعتراض تاریخی خود در سالهای 1342 و 1343 به استبداد داخلی و نفوذ خارجی به ترکیه تبعید شد. نخستین اثر فقهی اصولی استدلالی ایشان از رسائل حاوی رساله الاشتاد و تقلید در سال 1144 منتشر شد. آقای خمینی در این رساله برای نخستین بار از ولایت سیاسی فقیه دفاع کرده، اما فقط گفته اقوا ثبوت منصب حکومت و ولایت فل جمله برای فقیه هست، بیشتر از این نیست، فل جمله، از توش حکومت بینگر گشاری در نمیاد. البته زمان نگارش این رساله 14 سال قبل است، تیر 30. در اواخر این دهه، یعنی 1149، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ویرایش نجف به ایران میرسد. ولایت فقیه به مسئله بدیهی که تصورش موجب تصدیقش میشود تبدیل شده و احکام شرعی به عنوان قانون حکومت اسلامی معرفی گشتند. ویرایش بیروت کتاب ولایت فقیه حکومت اسلامی، بهار 1350، مانیفست حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت انتصابی مطلقه فقیه مورد نظر آقای خمینی بود. اختلاف فاحش مبنای سیاسی این دو عالم در دهه 40 مخفی نیست. فقیه سالاری در مقابل زمامدار منتخب مردم، مقید به مشورت با مردم و ملتزم به سیره پیامبر، تفاوت این دو خیلی زیاد. دهه 50 دوران شکوفایی و به اوج رسیدن آقای خمینی است. اولا تحریر الوسیله، نخستین رساله فتوایی عربی جامعه ایشان، حاوی فتاوای قابل توجه فقیه جامع شرایط فتوا و قضاوت، نایب امام غایب است و دارای کلی اختیارات سیاسی ایشان به استثنای جهاد ابتدایی، اوایل دهه 50 در نجف منتشر شد. با اینکه جلد اول آن 44 در بورسای ترکیه نوشته شده، حوالی 44 نوشته شد. یکی دو سال بعد جلد دوم کتاب البیع حاوی بحث شئون و اختیارات ولی فقیه به قلم خود ایشان به عربی در نجف منتشر شد. ادله فتاوای تحریر الوسیله. در نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه، اختیارات سیاسی ولی فقیه دقیقا همان اختیارات سیاسی پیامبر و ائمه است. فقها بر هم ولایت ندارند تو این کتاب و البته حق دخالت در اموری که فقیه دیگر اقدام به شروع آن کرده هم ندارند. آقای طباطبایی در تنها مقاله مرتبش که منتشره در این ایام هست، تقسیم دوگانه احکام شرعی بر اساس مصالح نوعیه و مصالح متغیر پیشینش رو تعمیق کرده، اما همچنان بر مبنای انکار ولایت فقیه پیش رفته. با اوج گرفتن انقلاب در اواسط سال 56، آقای خمینی از باب تقیه یا توریه مبنای سیاسی خود را ولایت انتصابی مطلقه فقیه به مدت 2 سال کتمان کرد و جمهوری اسلامی با ندارت فقیه را در مصابه های بین المللی خود مطرح کرد. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است، یا مثل سایر جمهوری ها که مسلماً منافی ولایت شرعی فقیه بود. بعد از تصویب ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان در شهریور 58، آقای خمینی بعد از حدود 2 سال تمام قد از آن
علنا حمایت کرد و انکار آن را انکار اسلام دانست. در آن زمان شاخصترین رقبای آقای خمینی آقایان طباطبایی و شریعت مداری بودند. اولی منکر ولایت فقیه بود به تفصیلی که در این جلسات گذشت. دومی هم در اعلامیه تاریخی 10 آذر 1158 ولایت فقیه با اختیارات مندرج در قانون اساسی 58 را با اصل حاکمیت ملی ناسازگار اعلام کرد و به همین اتهام برای همیشه از فضای سیاسی کشور حذف شد. قبل از پایان دهه 50 با استقرار ولایت فقیه هر دو رقیب به حاشیه رانده شده بودند. آقای خمینی نخستین فقیه شیعی است که خود ریاست یک حکومت را به دست گرفت و 11 سال با اقتدار حکومت کرد. آقای طباطبایی با دخالت مستقیم علما در سیاست چه قبل و چه بعد از انقلاب مخالف بود. به نظر آقای خمینی جمهوری اسلامی آغاز حکومت الله و ارزانی داشتن وراثت حقه و امامت و پیشوایی ملت‌های مستضعف مفاد آیه 5 سوره قصص به ملت ایران به دنبال رأی مثبت به جمهوری اسلامی است. فرمودند نوشتند ملت باید روز 12 فروردین را عید بگیرند و زنده نگاه دارند، روزی که حکومت مستضعفین که حکومت خدا به جای آن نشسته است. پیام 12 فروردین 58 در جلد 6 صحیفه ما. آقای طباطبایی در همه پرسی جمهوری اسلامی بلکه هیچ همه پرسی و انتخاباتی چه قبل و چه بعد از انتخابات شرکت نکرد. او مطابق اسناد ارائه شده 2 ماه قبل از پیروزی انقلاب به برخی از خواص خود گفته بود بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد بود و نخستین شهید این انقلاب اسلام خواهد بود. بعد از انقلاب هم مطابق 4 سند مستقل موثق گفته است در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومان هم شهید شد و آن اسلام بود. رویکرد آقای خمینی در مورد ولایت فقیه شامل 4 مرحله تحول و به استثنای میان پرده کوتاه سوم در راستای بست اقتدار ولی فقیه بوده است. رویکرد آقای طباطبایی از ابتدا تا انتها حکومت اسلامی انسانی منهای ولایت فقیه با تاکید بر روش پیامبر در زمامداری ثابت بوده است. خب این تطبیق تمام شد. روش فکر بفرماید. به جای بحث‌های زودگذر سیاسی که خیلی هم شیرینه، ما اگه دردمون رو بخوام درمان بکنیم اینجا هست کجا مشکلی ایجاد شد. خب حالا میخوام یه بحثی رو تو باقی مانده وقت عرض بکنم به بخش چهارم که نمیرسم، اما بخش سوم رو این بار عرض میکنم. عنوانش هست اندیشه سیاسی کتبی آقای طباطبایی در بوته نقد. فکر میکنید که چون برخی فکر میکنن که من آمدم تو این جلسات دارم از آقای طباطبایی یه بت میسازم و هیچی رو در نظر نگرفتم، فقط دارم دفاع میکنم. این مطالب شنیدنیست، برای که من بت شکنم. میخواد طباطبایی باشد، میخواد خمینی باشد، میخواد منتظری باشد، میخواد هر کسی از بزرگان باشد. حرف حساب زدن دنبال میکنیم، حرف ضعیف زدن نقد میکنیم. این شیوه از خود این بزرگان یاد گرفتیم. آقای طباطبایی هم شیوهش همین بوده. آقای خمینی هم تلاز تئوریک شیوهش همین بوده. بنابراین من حق دارم که ضعف‌های تئوری این دو بزرگوار رو الان مشخصا آقای خمینی رو بگم. آقای طباطبایی در مورد آقای خمینی که کتاب‌ها نوشتم، مقاله‌ها نوشتم، جای میتونید مراجعه کنید. اما در مورد آقای طباطبایی نه. این بحث رو من ابتدا امتیازات رویکرد سیاسی آقای طباطبایی رو میگم و بعد مناقشاتم رو. و این بحث امروز هم دیگه تمام میکنم. بحث 8 امتیازات رویکرد سیاسی آقای طباطبایی چه نکات مثبتی داره؟ آدم هر وقت میخواد بگه آقای خمینی هم رویکرد نکات مثبت داشته، میره انکار نمیکنه. نکات منفی هم داشته. مهم اینه که نکات منفیش بیشتر یا نکات مثبت. مجموعاً من 10 نکته مثبت در رویکرد سیاسی آقای طباطبایی دیدم. خیلی کوتاه. 1. تعبیر حکومت انسانی برای حکومت اسلامی، حکومتی که حقوق همگان را به طور مساوی رعایت کرده، به خواستای همگان احترام می‌گذارد و استبداد، چه استبداد فردی چه استبداد اکثریتی نیست. استبداد اکثریت هم راستش رو بگیم یعنی دموکراسی. ایشون دموکراسی را قبول نداشت. 2. منحصر داشتن دانستن دین و شریعت در احکام ثابت. احکام متغیر وضع شده از سوی والی اسلامی علارغم لازم الاجرا بودن شریعت و حکم الهی شمرده نمی شوند. دیگه الان تطبیق نمیخوام بکنم با آقای خمینی. خودتون میتونه قشنگ تو ذهنتون تطبیق کنید. نکته سوم،
مخاطب احکام اجتماعی و سیاسی اسلام همه مردم به طور دست جمعی هستند، نه یک عده یا طبقه یا صنف خاص. لذا کلیه احکام و مقررات وضع شده از سوی حکومت از طریق مشورت با همه مردم و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر می شود. چهارم، سنت و سیره رسول خدا الگوی جاودانی حکومت اسلامی است و تخطی از آن برای احدی مجاز نیست. میخواد زمامدار باشه، میخواد کس دیگه باشه. روش امامت هم که اسمش میبره چیزی جز تحقق سنت نبوی در عرصه عمومی برای استقرار عدالت نیست. این امامت ایشون. پنجم، محکومیت استبداد در دو چهره آن. استبداد فردی یعنی فدا کردن خواستهای مردم در پایه خواستهای یک فرد، و نیز استبداد اکثریت و پایمال کردن حقوق اقلیت. به نظر ایشون دموکراسی غربی این مشکل رو دارد. ششم، انتخابی بودن زمامدار اسلامی. من اینجا یک سند جدید پیدا کردم، از خانواده ایشون هم تحقیق کردم، تایید کردم، لذا ایران اینجا میگم. یک کتابی منتشر شده به نام 665 پرسش و پاسخ توسط فردی به نام آقای محمد حسین رخشاد. بعد ایشون زمان که علامه در قید حیات بودن تو به جلسات تفسیریش ازشون میپرسیده، یادداشت میکرده، و این میشنونم بگم تقریرات خودش از اون پاسخهای آقای طباطبایی است. ضبط نکرده که بگیم پیاده کرده، ولی خب وقتی مورد تایید من میتونم بهش استناد کنم دیگه. کوتاه هم است. سوال 632 پرسیده آیا حکومت اسلام انتخابی است؟ جواب آقای طباطبایی: راجع به ائمه اطهار علیهم السلام انتصابی است توسط خداوند. ببین بقیهشو نگفته، یعنی انتخابیه دیگه. راجع به ائمه اطهار انتصابی است، بس دلالت التزامیش بعد از زمان غیبت انتخابی است، که خب تو تفسیر المیزانش نوشته. اینجا تو به این افراد همین را جواب داده. سوال 633 حکومت اسلامی بعد از ائمه علیهم السلام برای دیگران چگونه بوده است؟ جواب: مصلحتی است. یعنی حکومت اسلامی بر اساس رعایت مصلحت، رعایت مصلحت هم با ضوابط عقل و تجربه بشری است. دیگه من میگم اون یک کلمه نوشته مصلحتی است. تموم شد. این سال 1384 منتشر شده، این صفحه 126ش بود. هفتم، حاکم منتخب سه شرط بیشتر ندارد: امانت داری یعنی تقوا، کاردانی که ایشون گفتن حسن تدبیر، و دانش لازم اداره جامعه که گفتن اطلاع بر اوضاع. هشتم، فقاهت نه تنها شرط لازم مدیریت سیاسی نیست، بلکه دانش مسکول هیچ تناسبی با مدیریت سیاسی ندارد و اکتفا به آن چه بسا به فساد و ضرر غیر قابل جبران بیانجامد. ببینید تو الان چیزی که داره اتفاق میفته، ما هر روز جز خبر نامطلوب از کشورمون نمیشنویم. اینا مال اینه. شمایی که توان فهم مسئله اقتصادی رو نداری تو مسئله بنزین دیدی، توان درکش رو نداری تو مسئله هستی هم داری میبینی آیا سود و زیان رو میکنی. واقعا نور به قبرت بباره که میگه اکتفا به چنین شرطی جز به فساد و ضرر غیر قابل جبران نمی انجامد. داریم با گوشت و پوستمون همه ملت ایرانی رو لمس میکنن. برای طباطبایی ولایت فقیه جایی در سیاست ندارد. والی اسلامی برای اجرای احکام ثابت شرعی یا وضع و اجرای مقررات متغیر هم نیازی به فقاهت ندارد. مشاور فقیه در این گونه امور کافی است. آقا مگه تو تجارت الفقه ثم المتجر داریم؟ مگه باید شرط تجارت فقیه بودنه؟ خب شرط سیاست هم فقیه بودن نیست. اموری هم که ربطی به فقه داره، دو تا مشاور میگیری، همونطور که مشاور فقهی میگیره در تجارت، خب مشاور فقهی میگیره در سیاست. این چه بازیه که درآوردید که فقیه باید زمامدار باشه؟ نهم، شکل حکومت و مقررات آن از امور متغیر است، از جمله احکام ثابت شرعی نیست. دهم، تحمیل عقیده به نام دین و توسل به زور و اسرع در امور فرهنگی پذیرفته نیست. این امتیازات آقای طباطبایی. خب حالا بحث آخر امروزه، بحث نهم، کاستی ها و اپامات. چند تا مطلب من اینجا دارم، اجازه بدید. بنده 8 تا انتقاد با آقای طباطبایی در نظر سیاسیشون دارم. امیدوارم ظرفیت و
سعی صدر تحمل اینها رو داشته باشید. من علی رغم همه تعاریفی که ازشون کردم اشکالان به نظرم میرسه. یک، البته اشکالا فقط به آقای طباطبایی نیست، کلا به تفکر سنتی ماست. اکثر قریب به اتفاقش به آقای خمینی هم وارد و به خیلی های دیگه. نقطه عزیمت آقای طباطبایی در مباحث اجتماعی سیاسی دو امر است: فطری بودن اسلام و اعتبارات عقلایی در امور اجتماعی. خیلی رو این قلم فرسایی کردن. در حقیقت دو امر مذکور پل بین اسلام و حکمت نظری است. اتفاقا مسئله اصلی ارتباط سیاست به عنوان یکی از اجزای حکمت عملی با اسلام از یک سو و حکمت نظری از سوی دیگر است. به نظر میرسد آقای طباطبایی با همان روشی سراغ سیاست یا حداقل فلسفه سیاسی رفته که سراغ تفسیر قرآن یا فلسفه نظری رفته است. به عبارت دیگه من اشکال روش شناختی جدی به آقای طباطبایی دارم اینجا. البته شاگرد شاگردان ایشون هم هستم. با حفظ حرمت استادی. فطرت در جای خود امری صحیح است، اما چه ربطی به سیاست دارد؟ اینکه کلیه مباحث سیاسی از امور اعتباری است و نه حقیقی نیز در جای خود درست است، اما آیا این مباحث وجود شناختی گرهی از مباحث فلسفی باز میکند؟ فلسفه سیاسی مشخص نیست که آقای طباطبایی از امر سیاسی به تلقی مدرن در علوم سیاسی چقدر مطلع بوده است. حجم فراوانی از مباحث ایشان در این موضوع صرف مبادی بعیده شده است که در علوم سیاسی مدرن جایی ندارد. فطریات، اعتباریات، استخدامیات، از این جور مسائل. من هیچ کدوم اینا رو توی بحثم منعکس نکردم، اما یادداشت کردم که اینا مشکل دارد. دو، سیاست در تار و پود خود امری عرفی است. سیاست در تار و پود خود امری عرفی است و علم اینجا و اکنون است. به بیان رایج اصولی تمام سیاست در حوزه متغیرات است. تمام سیاست در حوزه متغیرات است. آقای طباطبایی نیمی از راه را آمده و احکام امور متغیر را خارج از شریعت، اما اجرای کلی احکام اعم از ثابت متغیر را به عهده والی اسلامی دانسته است. اولا اجرای بخش ثوابت دینی چه ربطی به حکومت و والی آن دارد؟ جامعه مدنی مؤمنان متکفل آن می شود بدون این که بخواد این امور را به حکومت بسپاریم. به گفته آقای طباطبایی مخاطب احکام اجتماعی اسلام آحاد مردم هستند. خب اگه آحاد مردم هستن خودشون باید تکلیف این رو به دست بگیرن، نه که والی زمام دار به دست بگیر. چرا میخواد اجرای ثابتات اسلام رو حکومتی کنی؟ حالا ولو حکومت غیر فقیه. ثانیاً وضع و اجرای احکام متغیر مصلحتی که تمام سیاست است، خصوصاً وقتی جزء شریعت هم نیست، چه ربطی به اسلام و والی اسلامی دارد؟ یه شما این صفت رو میذارید برای چی؟ خب این هر کسی که بره توی اونجا باید بیاد امنیت مردم رو، غذا و آب مردم رو، آموزش و بهداشت مردم رو تأمین بکنه. اینا چه ربطی به این دین و اون دین، این ایدئولوژی و اون ایدئولوژی داره؟ اینها کار علوم اجتماعی، عقل جمعی و سیاست عرفی است. چرا پای دین را وسط میکشید؟ نکته سوم، تفاوت سیاست ورزی و نظام سیاسی مسلمانان در اخلاق سیاسی اسلامی است که ارزش‌های ثابت موجود در تعالیم قرآن، سنت نبوی و سیره علوی مؤلفه‌های آن هستند. اما پاسخ به پرسش‌های از قبیل این که چگونه باید حکومت کرد، یا چه کسی باید حکومت کند، یا چگونه باید قدرت سیاسی را توزیع کرد، چگونه از مفاسد آن جلوگیری نمود، یا حقوق دولت و ملت کدام است، اینها اموری اولاً و به ذات عرفی هستند. اگر هم در متون دینی اشاره به آنها شده، از باب امضا و ارشاد هستند، احکام ارشادی هستند، احکام امضایی هستند، احکام مولوی نیستند. قرآن کریم یا سنت پیامبر یا سیره امام علی منبع جاوید الهام ارزش‌های اخلاق سیاسی مسلمانان است، اما منبع علم سیاست محسوب نمی‌شوند.
لطفاً در تفسیر قرآن و سنت و سیره دنبال علم سیاست نگردید. استدلالم نکنید آیه اینو میگه، حدیث اونو میگه. بگید کدومش نافع تر است، کدومش ضررش کمتر است. اینا باعث عقب موندگی ما بوده. چهارم، مراد از حکومت اسلامی چیست؟ آقای طباطبایی پذیرفته که رئیس چنین حکومتی قرار نیست فقیه باشد. ظاهرا چون قرار است والی مجری احکام اسلامی اما ثابت متغیر باشد، از پسوند اسلامی استفاده شده. میخواد حدود شهری را اجرا بکند، پس والی اسلامی است. میخواد قوانین اسلام را اجرا بکند، پس والی اسلام، حکومت اسلامی است. با نکات پیش گفته معلوم شد که اجرای احکام ثابت ربطی به حکومت ندارد. وضع و اجرای احکام مقررات متغیر هم ربطی به اسلام ندارد. من اینا را با دقت دارم نوشتم، دارم میخونم ها، لطفا رو اینا گوش بکنید. ربطی به اسلام ندارد. مجمع تشخیص باید اصلا ربطی به دین ندارد. چرا مشتی آخوند رفتن اونجا نشستن؟ کارویژه حکومت نظم، امنیت و رفع نیازهای عمومی است. اینها امور عرفی مبتنی بر عقل جمعی و تجربه بشری هستند. به بیان دقیق تر، احکام فقهی حوزه معاملات از قبیل فقه کیفری، فقه تجارت، فقه سیاسی و فقه خانواده همگی امور متغیر هستند. قواعد آنها امور امضایی و ارشادی عقلایی محسوب می شوند. مناسک عبادی و شبه مناسک توقیفی البته ثوابت دینی هستند. آقای طباطبایی همانند فقهای سنتی احکام فقهی معاملات موجود در کتاب و سنت را ثوابت دینی و از آن بالاتر حافظ مصالح نوعیه معرفی کرده است. هر دو تلقی قابل مناقشه جدی است. پنجم، اساره رویکرد سیاسی آقای طباطبایی این چند عبارت است: مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که شیوه امامت است، نه پادشاهی یا امپراتوری. حکومت اسلامی فردی استبدادی یا حکومت اکثریت یعنی پارلمانی هم نیست. احکامی که از مقام ولایت صادر می شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. این جمله خودشونه: حاکم اسلامی به منزله صاحب خانه در اداره امور جامعه بر اساس شریعت و مصلحت از اختیارات مطلق برخوردار است. حالا اشکالات بنده، مراد از شیوه امامت دقیقا چیست؟ ایشان حکومت فردی استبدادی و البته دموکراسی پارلمانی را به دلیل نادیده گرفتن خاص اقلیت نادرست دانسته است. مکانیسم مشورت و استیفای مصلحت عمومی در شیوه امامت چیست؟ هیچ کدوم از کتاب آقای طباطبایی ارائه نشده. آیا از سیره پیامبر یا امام علی بیش از اخلاق سیاسی قابل استفاده است؟ از آثار آقای طباطبایی چیزی در این زمینه به دست نمی آید. کلیاتی زیبا و آرمانی بدون ارائه کمترین راه حل عملی. این کلیات منهای شرط فقاهت زمامدار در سخنان آقای خمینی به ویژه سالهای 56 و 57 فراوان شنیدیم و گوش من پر است. در عمل هم امتحان خود را پس داده است بدون تعارف. ششم، به نظر آقای طباطبایی مرد جامعه اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی. به عبارت دیگر ایشان حتی از منظر سیاسی وظایف امت اسلامی را تعیین کرده و دولت ملت و وطن را به رسمیت نشناخته است. در این امور، در این امر آقای خمینی و اکثر قریب به اتفاق علمای سنتی هم داستان ایشان هستند. بدون به رسمیت شناختن دولت ملت، سیاست ورزی در دوران معاصر ممتنع است. اینکه بخواد تکلیف امت اسلام رو مشخص بکنید، یه آرمانی بیشتر نیست. بیاد محض رضای خدا اول تکلیف ملت رو مشخص بکنید. آرمان امت اسلام پیشکش قدمتون. آیا سیاست ورزی بر مبنای امت اسلامی به لحاظ واقع سیاسی امری ممکن یا مطلوب است؟ اگه تو یک جا گفته بودی رو نمیگفتم، چندین جا اینو گفت. هفتم، تلقی آقای طباطبایی از تساوی عدالت استحقاقی است، نه عدالت مساواتی. ایشان در توصیف حکومت انسانی نوشته است: حکومتی که حقوق فرد جامعه از جمله آزاد و برده،
مرد و زن را به طور مساوی رعایت کنند. یعنی برده توش هست، زنم اون حق فرودست هست، اما باید در مقابل قانون مساوی باشن، اما نه در قانون. این دو تا مسئله بسیار متفاوته. تساوی در قانون با تساوی مقابل قانون دو تا امر مجزاست. مراجعه به المیزان نشان میدهد که ایشان تفاوت حقوق برد و آزاد، زن و مرد، مسلمان و نامسلمان را پذیرفته، اما استیفای کامل همان حقوق نامساوی را عدالت دانسته است. ایشان به تساوی در برابر قانون معتقد است، نه تساوی در قانون. تساوی در قانون مفاد عدالت مساواتی است که امثال بنده بهش قائلم، و لازمه آن لغو بردهداری و نفی هر گونه تبعیض جنسی و دینی بین شهروندان یک جامعه است. یه مقاله نوشتم 11 سال قبل به نام بازخوانی حقوق زنان در اسلام، عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی. تو اونجا 11 سال قبل به صراحت تمام آراء طباطبایی رو نقد کردم و تلخیص کردم آرایشون در مورد زن رو و آراء آقای مطهری و آراء منتظر استاد خودم رو. اینا هر دو شاگرد آقای طباطبایی در این زمینه هستند. هیچ کدومش قابل دفاع نیست. آقای خمینی هم به شرح احسن. هشتون، آخرین نقدم در زمینه آزادی، اگرچه عقیده و دین اکراه بر نمی دارد، اما به آزادی آقای طباطبایی به آزادی عقیده به معنای جواز باور به باطل و شرک قائل نیست. در زمینه آزادی بیان، بعد از تأیید مرجع ذی‌صلاح افراد مجاز به ابراز عقاید و باورهای دینی خود یا ترویج و تبلیغ آن هستند. وی ظاهرا در مورد امور سیاسی و اجتماعی چون این محدودیت قائل نشده است، اما در مورد امور دینی این محدودیت را قائل. خیلی به افلاطون نزدیکه تو این زمین. تو قبلی به ارسطوی سنتی، تو اینجا به افلاطون. از آثار آقای طباطبایی آزادی به معنای متعارف و حقوق بشریان به دست نمی آید. بر همین مبنا او قائل به لزوم پاک کردن زمین از لوس شرک و مشرکان است. باید با مشرکان جهاد کرد تا دست از شرک بکشند و دین حق را بپذیرند یا به مرگ تن دهند. اهل کتاب نیز به ظاهر موحد و در واقع مشرکند، لذا عملا ملحق به مشرکان می شوند. در واقع نظر طباطبایی با نظر مشهور در مورد جهاد و نفی آزادی دینی تفاوتی ندارد. خیلی تلخ بود برام اینو بگم. از اولم می دونستم. خب خدمت شما که عرض کنم، آقای طباطبایی به لحاظ کلامی و فقهی متفکری سنتی است. در مسئله آزادی و جهاد و حقوق زنان تفاوت چندانی با آقای خمینی ندارد. نقطه قوت المیزان مباحث معارفی آن است، درباره توحید، معاد و عوالم غیب که من شدیداً وامدارش هستم. یعنی جوانی من، میان سالی من همه از این بخش المیزان تغذیه کرده، اما اون بخش عملیش، بخش فقهیش این مناقشات رو داره. من اینا رو باز نکردم، اینا هر کدومش احتیاج به چندین جلسه داره، اما میخوام بگم که اگر منصفانه نگاه کنیم، حسنشو گفتم، عیبشو هم گفتم. در مورد مباحث فقهی و تعالیم عملی اسلام، این تفسیر کتاب مرجع من نیست. با توجه به نقدهای جدی فوق در اندیشه سیاسی وی، جز انکار فقه ولایت فقیه و نفی شرط فقاهت، فقاهت زمامدار، نکته قوتی نیست. ببینید، اندیشه سیاسی نه از فقیه انتظار می رود، نه از فیلسوف. این نکته فوق العاده مهمی است. من عمری رو صرف کردم در حوزه اندیشه سیاسی شیعی، اندیشه سیاسی تک تک علمای 150 سال اخیر رو، بلکه از اول تا حالا رو میکروسکوپی استخراج کردم و با صراحت میگم برای اندیشه سیاسی نباید سراغ فقه رفت. الان بعد از اینکه کارهای آقای طباطبایی رو دیدم، میگم به همون دلیل که فقها برای ترسیم اندیشه سیاسی صلاحیت ندارند، فلاسفه همچنین صلاحیتی ندارند. فلاسفه دنبال بحث متافیزیک خودشون هستن،
انتظاریاتی که ما در جایی خودش درسته. رشته من فلسفه است، رشته دانشگاه فلسفه است، بحث خداست، بحث آخرت است، بحث غیب است، بحث وجود، این همه به جای خود محفوظ. اما وقتی وارد بحث سیاسی میشی، سیاست باید امر ملموس اجتماعی را با عقل جمعی، با خرد بشری، با اون شکل دنبال بکنی. این رو نه از قرآن میشه استخراج کرد که ایشون خواسته استخراج کنه، نه از فلسفه میشه استخراج کرد، فلسفه متافیزیک، فلسفه نظری، این بحث دیگری است. لذا میتونم بگم که غیر از این امتیازی که گفتم که ایشون قائل به ولایت سیاسی فقیه نیست، تا اندیشه سیاسی آقای خمینی و آقای طباطبایی تفاوت چندانی با هم نداشتند، ندارند. به عبارت دیگر فقه ما و فلسفه ما نمیتونه در این زمینه به ما کمکی بکنه. باید بنشینیم فکر بکنیم چه کرده ایم توی این یکی دو قرن که فی الواقع پیش نرفتیم. البته من حتی تجربه جمهوری اسلامی رو بسیار مفید میدونم، یعنی الان خودم رو نگاه عرض میکنم، حرفایی که من الان میزنم با حرفایی که 40 سال 45 سال قبل قائل بودم خیلی با هم تفاوت داره. اگر ما این تجربه رو نکرده بودیم الان نمیدونستیم که این مشکلات فرض بکنیم چگونه است و چگونه نیست. خب من حرفای خیلی مهمتری دارم ولی دیگه الان وقت گذشته. یعنی بخش چهارم که زمینه اندیشه سیاسی آقای طباطبایی است، من یه مقایسه کردم که برای خودم خیلی درس آموز بود بین آقای طباطبایی و مهندس مهدی بازرگان، حدودا همسن بودن. و بعد این که آقای بازرگان چه تطوراتی در ذهن سیاسی خودش داشته و چه نکات مثبتی داره در مقایسه با آقای طباطبایی و آقای خمینی و ملاقات‌هایی هم که اینا با هم کردن و با وقت فراوان صرف وقت فراوان پیدا کردن، انشالله رو در گفتار بعدی خدمتتون عرض میکنم. این البته جز سالام بود ولی که وقت دیگه نیست، گذشته. به هر حال از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. بحثای مهمی مطرح شد، قطعا شما هم نظراتی دارید، از نظراتتون استفاده میکنم، اونشون که الان حضور دارید که در ضمن پرسش و پاسخ بهش خواهیم پرداخت. دوستانم که بعدا ویدئوی این رو یا احیانا صوت من رو یا متن کتبی رو ملاحظه میکنند، انشاءالله از سوالاشون رو از طریق ایمیل برای من خواهند فرستاد که بعد در جلسات بعد جلسه بعد یا جلسات بعد با اون خواهم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه بدید اول من یک قرجره آب بنوشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره آیه منبع مکتوب سال اول، منبع مکتوب این جمله که تنها شهید در این انقلاب اسلام بود وجود دارد؟ خیر، 6 جلسه من در این زمینه صحبت کردم. نمیدونم، دوباره برید مراجعه بفرمایید ببینید بر اساس چه اسنادی این رو گفتم. در انجمن حکمت و فلسفه اسلامی شنیدم در مورد ارتباط علامه با خمینی کتابی 700 صفحه‌ای در حال چاپ است. فکر کنم عزم به تحریف تاریخ گرفتند. اطلاع دارید یا خیر؟ خیر، بنده اولین باره میشنوم. خیلی ممنون که اطلاع دارید. البته انجمن حکمت فلسفه فعلی با اون انجمن حکمت فلسفه قبلی خیلی فرق میکنه. اون وقت خلاصه الان حکومتی صرف شده. حالا بگذاریم. آقای امجد سعی در محمود امجد سعی در توجیه خمینی دارد، نظرات ایشان تا چه حد به نظر شما مقبول است؟ من با نظرات ایشون ضمن احترام آشنایی ندارم. مراد علامه از احکام ثابت اسلام چه احکامی می باشد؟ آیا حکم قصاص به نظر ثابت است به نظر ایشون؟ بله، به نظر ایشون ثابت. مراد از احکام ثابت احکامی است که در کتاب و سنت آمده، یعنی همه احکامی که در قرآن، از حدود شرعیه که در قرآن آمده، احکام زنان که در قرآن آمده،
بقیه احکام که در قرآن آمده، احکام عبادی، غیر عبادی، معاملات که در قرآن آمده و در سنت معتبر آمده، به نظر ایشون جز احکام ثابت محسوب میشه. به نظر من احکام ثابت فقط ناظر به ارزش هاست، ارزش های اخلاقی. بقیه که همه قوانین رو شامل میشه، این جزء متغیرات. لذا ثوابت از نظر من میشه مناسک عبادی، بیشتر مناسک عبادی، بعد شبه مناسک توقیفی، خوردنی ها و آشامیدن، این روابط جنسی، و قواعد معاملات. اما احکام معاملات اغلب قریب به اتفاق جزء متغیرات. خب آقای علامه فرمود، آقای طباطبایی عرض کردم، ایشون اینجا تلقیشون بیشتر تلقی سنتی هست. آیا بله آیا علمای دیگر حفظ ظاهر کردند و مخالفت با خمینی نکردند، یا اینکه واقعا باور او باور داشتند؟ منظورتون از کدوم علماست؟ علما یک یک با صحبت بکنیم. هر کدومشو من اونایی که کار کردم و میدونم. ببینید، اینا چهار تا عالم، چهار تا مرجع تقلید بودن در زمان سال 41 که داریم، بعد از آقای بروجردی، آقایون شریعت مداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی و خمینی. خب از این چهار نفر میتونم بگم که هر چهارتاشون به ولایت فقیه قائل بودن، هر چهارتاشون، و برخلاف استادشون آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم. بعد که آمدیم جلوتر، اتفاقا آقای شریعت مداری و آقای گلپایگانی چند ماه زودتر از آقای خمینی درس ولایت فقیه رو شروع کردن. تقریر درس های آقای گلپایگانی در مورد ولایت فقیه، البته ولایت عامه نه ولایت مطلقه، من دارم مطالعه کردم، آقای صابری همدانی تقریر کردن. اتفاقا این روزا آمده این فایل صوتی ایشون، وقتی که این مرگ بر ضد ولایت فقیه در سال 60 میدادن، یک شعار ضد شرعی است، خلاف شرع است، شعار بسیار زننده و زشتی است، و ایشون به حق اعتراض کرده، میگه آقای گلپایگانی میفرمان که آقا من خودم به ولایت فقیه قائلم، اما مخالف ولایت فقیه اول همه شیخ انصاری است، شیخ اعظم انصاری است. و مرگ بر ضد ولایت فقیه یعنی مرگ بر شیخ انصاری. آخوند خراسانی است یعنی مرگ بر آخوند خراسانی. غلبی اصفهانی است یعنی مرگ بر غلبی اصفهانی. سید محسن حکیم است یعنی مرگ بر ضد ولایت مرگ بر او. سید محسن سید احمد خانساری است، نمیدونم سید ابوالقاسم خویی است، همینطور بیاد بقیه علما. آخه چه حرفیه؟ یا آقای طباطبایی است یعنی مرگ بر اینا. منتها ببینید، آقای گلپایگانی به ولایت مطلقه قائل نبود، تفاوتشون اینجا بود. آقای شریعت مداری که من کار کردم روی مبانی ایشون، اما منتشر نکردم، ایشون تطور فکری دارند در این زمینه. مجله الهادی نوشتن، مجله دارالتبلیغ به عربی، مجله خوبیه، قبل از انقلاب منتشر میشد. بعد ایشون تقریرات درسشون هم به هر حال به یک شکل مال بیعشون منتشر شده، من اونا رو دارم، مطالعه کردم، حتی کوشش کردم نوار صوتی ایشون هم در سال 58 که یک بار دیگه ولایت فقیه جداگانه تدریس کردن، اینها رو هم گوش کردم. خب پرداختن به این یک کمی کار داره. نظر آخر ایشون رحمت الله علیه این بود که فعلا نظر اولشون، اولش هم ولایت عامه فقیه قائل بودن، این که فقیه در اموری که متصدی مشخص قانونی ندارد مجازبه دخالت است و نباید با اراده ملی هم منافاتی داشته باشد. اون اطلاعیه تاریخیشون در ده آذر 1358 که انصافا اطلاعیه مهم است، این میدونه اطلاعیه همون بود که این رو اون زمان فقط در روزنامه اطلاعات منتشر شد، این کار میکروسکوپی روش کردن و توی رادیو تلویزیون هم خونده نشد، و بعد آمدن اطلاعیهی در از برادر ایشون گرفتن، با عکس ایشون در رادیو تلویزیون منتشر کردن که امروز رأی ندادن به قانون اساسی در حکم پرتاب تیر به خیمه ابا عبدالله الحسین است. حالا اصلا این برادر ایشون، ایشون امام جماعت خیابان مجاهدین هم بودن، آقای میلانی هم بودن، فامیلاشون هم متفاوت هستن، فامیلای برادرها مثل آقای خمینی که با پسندیده برادرشون دوتا فامیل دارن، دوری فامیل گرفتن متفاوت. ظاهرا بچهش رو به
گروگان گرفته بودن بچه برادر ایشون رو و از اون برادره همچون چیزی رو به نامش نوشته بودن. این رو بردن توی رادیو تلویزیون پخش کردن. اینا رو یادم میاد، ببینید جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده. اون زمان هم این آقای قطب‌زاده، ساده قطب‌زاده، رئیس رادیو تلویزیون تو تبریز، خب پیرو ایشون بودن دیگه، شورش میشه. بنی صدر آقای ابوالحسن بنی صدر اون زمان در روزنامه انقلاب اسلامی سرمقاله نوشته و این رو محکوم کرده، گفته چرا چنین کردی. واقعا توی زمینه موضع قشنگی داشته، موضع کاملا اخلاقی و اسلامی و انسانی داشته. شما آمدید فتوای کس دیگری به نام با عکس این مرجع تقلید منتشر کردی، بعد رفتی تبریز رو سرکوب کردی، چند چقدر کشته شدن، چه مشکلاتی ایجاد شد. بعد اون برخوردا وقتی آقای، حالا اون آقایی که از من پرسه سند مکتوب داری، علامه طباطبایی تبریزی بوده، این مسئله به گوشش رسیده، اولین شهید انقلاب اسلام بود یا نبود؟ اون راه اسلام بود که شما تو تبریز پیاده کردی، تو آذربایجان پیاده کردی. بله این مشکلات است که حالا بعد آقای نجفی مرعشی هم از اون دوتای دیگه تونتره در بحث ولایت فقیه. اون سال 58 من آراش رو تو حکومت ولایی همش رو بردم، مراجعه کنید اونجا، غیر از آقای شریعت مداری که امکانه و زمان میدونستم این تفصیلات رو، نه دسترسی داشتم، اینا باره کار بعدیم، ولی بار آقای نجفی مرعشی اون زمان حمایت کرده، آقای خمینی هم که نظراتش رو با شکل دقیق اومدیم جلو، لذا اونها بله این حرفا رو زدن. حالا دیگرون کیا بودن؟ اون زمان آقای خویی بوده که خب توی نجف بوده و قائل نبود این مطلبش. خب ببینیم چی گفتن های علمای دیگه. طلحان گفتن تلفظ درست، اگه من چشم درست ببینه، در مورد این قلقسه، من گفتم قلقسه، گفته ظاهرا یک طایفه در مازندران است، تلفظ درستش یکاش اعراب رو نوشته بود، من الان ریزه نمیتونم ببینم. اگر ببینید اینجا اعراب گذاشته بودن، در سند ساواک اعراب گذاشته بود قلقسه. بعد بعض اون نسلی که از قبل از من بودن از دوره در حوزه قم هم من باشون صحبت کردم، دقیقا اونها هم کلان علما هستن، اینا همشون گفتن قلقسه. ولی خب بحث سال مراجعه میکنم، چشم مراجعه میکنیم که آقای رئیس ساواک اون زمان تلفظ درستش چی چی بوده. اگر به چیزی رسیدم تو متن کتبی می‌نویسم و اصلاح میکنم، مراجعه میکنم به ده خدا و سخن و اینها ببینیم تلفظ چی. الان نمیتونم درست ببینم که شما چی نوشتید. خیلی ممنون از تذکرت. یک راه خروج روحانیون از حاکمیت رو با کمترین هزینه را چه میدانید؟ این کمترین هزینه رو چه ارز کنم؟ ببینید وقتی که کسی رفت بالا و چرب و شیرین رو چشید و این همه منافع داره، مگه بی هزینه تشریفشو میبره؟ من هیچ راه بی هزینه سراغ ندارم، راحت راه با هزینهش، منتها بگید کمترین هزینه، نه بی هزینه. کمترین هزینه اینه که همه فشار بیاریم تا اونجا که در هر جایی هستیم به هر شکلی که آقا اگه برای دین خدا هم باشه، برای مذهبتون هم باشه، لطفاً تشریف بیارید برید یک کار سرگاه دیگری انجام بدید. شما این کار نیستید، توانایی دارم ندارید. شما وقتی میخواد مسائل بسنجید، ببینید دو تا چهار تا میخوام تصمیم بگیریم با چه کشوری رابطه داشته باشیم، با چه کشوری رابطه نداشته باشیم، مسائل اقتصادی رو چجوری پیش ببریم. خب شما یه چیزی به نام امت اسلام برای خودت درست کرده که البته امت اسلام توش جمهوری کره شمالی هم هست، ونزوئلا هم هست، سوریه هم هست، دولت دوست و برادر روسیه هم هست، دولت دوست و برادر چین هم هست. خب اینا جز امت اسلام شما هست، شما در مسائل اینا رعایت میکنید دون تعارف بعدم و این همه جای دیگه مسلمون هست، شما چرا فقط گرفتید مسلمان فلسطین و لبنان یا نمیدونم یمن؟ اینا هم همه رو چشم ما رو سر ما، اما خب توی میانمار هم مسلمونه، چچنای روسی هم مسلمونن، اویغورهای چین هم مسلمونن. بس شما نه دنبال امت اسلام هم نیست، یه چیز دیگه توهماتی تو کلتون هست دارید به اون سمت پیش میبرید. بعدم خب یک باز توهمات دیگه درست کردی، ما باید نمیدونم فلان کشور را از صحنه زمین برداریم. خب بسیار خوب، بفرما برداریم. شما تو کشور خودتون 500 کیلو نیم تن سند شما را از تهران برمیداره میبره،
تونستی؟ مهمترین دانشمندای هستیتون اومده تو تهران زده تا با خرخره حفاظت اطلاعات سپاه جاسوس گذاشته. این بابا رو که اخیرا برداشتن برای چی بود؟ شما همه همتتون این بود که منتقدین جمهوری اسلامی فتنگر است و چه هستن و چه هستن، همه همتون رو گذاشتید برای برخورد با اونا. وقت ببینید تا کجا اومده. این باعث خفت ما نیست که همین دولت اسرائیل اینقدر شما رو خفت داده؟ اینجوری کشور اداره کردنه؟ یا نماینده ایران تو هسته ای به جایی که بیاد به تهران جواب بده، به پاستور جواب بده، میره کرملین جواب میده. خجالت میکشید. یعنی باید آقای پوتین دستور به شما بده اجازه بده. قبلا خب میرفت کاخ سفید دستور میداد، اجازه میداد، حالا باید بره کرملین دستور بگیره. آیا رقیب اقتصادی شما میتونه مشاور امین شما باشه؟ آقا نفت ایران شده، روسیه اومده رو دستش زده، الان کجا دارید میفروشید؟ با کدام سیاستتون رو بنازیم بگیم درست عمل کردید؟ این همه اداره کشوره؟ به اقتصاددانش مراجعه کنید، به حقوقدانش مراجعه کنید، به جامعه شناسش مراجعه کنید، به روانشناسش مراجعه کنید، به فقیهش مراجعه بکنید، به حوزویش مراجعه کنید، به دانشگاهش مراجعه کنید. هیچ کدوم شما را قبول ندارم. به ملت ایران یه رفراندوم بگذارید بپرسید ببینید آیا ما شما را قبول داریم یا نداریم. من با صراحت دارم میگم همین دو انتخاباتی که گذاشتی، به انگلیسی هم نوشتم منتشرم میشه رو سایت انگلیسی مراجعه بکنید ببینید شما از زمانی که انتخابات از رقابتی بودن انداختی، هم مجلس هم ریاست جمهوری تبدیل به امارت اسلامی مثل طالبان افغانستان کردید. ولی آقا هم اومده کدوم مسئله رو حل کرد؟ اصلا ارزش انتقادم نداره. بله، تا چه میزانی از نظرات سیاسی علامه و شیخ مرتضی حاری قرابت وجود دارد؟ خیلی. آقای شیخ مرتضی حاری من استخراج کردم اینا رو، انشالله فرصت بکنم منتشر بکنم. ایشون هم از منکران ولایت فقیه بودن، بعد آدم بسیار ملایی بوده. همین آقای خامنه ای هم چند سالی درس یک نفره ایشون رو شرکت کرد، چون آدم خوشبیانی نبوده ولی آدم ملایی بوده. بعد خدمت شما عرض بکنم کتاب خیلی مهمی نوشته. ایشون نماینده خبرگان قانون اساسی بوده، یک نطق داره، حالش خوب نبوده، یک نطق داره، اون نطق قابل پیدا کردن، ویدئوش هست، پیدا بکنید منتشر کنید لطفا. اونجا حرفاشو زده، حرفاشو زده و انشالله دماد من منتشر میکنم. این دو برادر، مثلا پدر که رو پدرشون کردن، یعنی مرحوم شیخ عبدالکریم حاری یزدی از منکران ولایت فقیه بوده، حتی ولایت فقها بر قضاوت هم قبول نداره. جالب، سیاست که هیچ، فقط افتا. دو تا پسرش، چه شیخ مرتضی چه شیخ مهدی، دکتر مهدی حاری یزدی صاحب حکمت و حکومت، انصافا از مفاخر ما هست. انشالله یه زمانی با دقت اینا رو منتشر میکنم و قدردانی میکنیم ازشون. خب، نظر شما درباره این سخن آقای دکتر سروش که آقای خمینی را با سوادترین شخص حاکم در طول حکومت مسلمان دانستن چیست؟ خب که خیلی قدیمیه، بعد همیشون خودش توجیهات کرد. خب حرف درستی نیست اصلا. سوال، حالا فرض کن با سواد بودم، انکار نمیکنیم ایشون خیلی باسواد، با آقای خمینی فقه میدونسته، اصول میدونسته، فلسفه میدونسته، عرفان میدونست، کدوم یک از اینا رو ما تو اداره کشور بهش احتیاج داریم؟ هیچ کدوم. تازه برخی از اینا کلیات باعث میشه که وقتش صرف شده باشه، اون چیزی که باید بدونه در اداره جامعه ناتوان بود. لذا خیلی راحت میتونم به شما بگم اگر کسی فکر میکنه برای اداره جامعه فقه یا فلسفه یا عرفان لازم است، به بیراهه میرود. برای اداره کشور اول که بحث شخصی نیست، باید به عقل جمعی، به مشورت عمومی. مشورت عمومی هم مکانیسم داره، مجلس، رجوع آرای مردم، آزادی احزاب، آزادی روزنامه ها،
جرایت. اگه اینا نباشه که پیش نمیره. کسی هم که میره بالا باید منتخب این مجلس باشه، منتخب این مردم باشه و حداقلش هم بتونه به آرای عمومی احترام بگذاره. و وقتی مشاور اقتصادی، کارشناس اقتصادی میاد نظر میده، حداقل هر از بر تمیز بده. هر از بر تمیز بده. به نظر من هیچ یک از حکام ایران اینا رو تمیز نمیداد. بعد از انقلاب دارم. اگر قبل از انقلابم تو این مسائل درست پیش میرفته، برای که 4 تا مشاور با سواد که اونجا بودن، یعنی وزراش درست درس خونده بودن. حالا ببین افتخار میکنه آقای رئیسی که هیچ یک از وزرای من در خارج درس نخوندن. و برای همین که اکثرشون دارن درجا میزنن، حرفای میزنن که تو هیچ کهکشانی پیدا نمیشه. شاید بعضی دوستان با اصطلاحات احکام ثابت و متغیر آشنا نباشند، لطفاً با مثال توضیح دهید. آیا دیات و قضات، منظور قضاوت مثلا، از احکام متغیر میدانید؟ بله بله، نوشتم، منتشر کردم، ملاحظه بیدید، بفرمایید. ببینید این که اصلا جزائیات، یعنی حقوق کیفری، حقوق کیفری اینها مال قانون کیفری، این نمیتونه مال همه زمانها باشه. یه مثال ساده برای شما بزنم در مورد قضاوت که شما نوشتی، اسم نمیبرم، شاید رحمت خدا رفتن، سلام، خوب نیست. دادستان کل کشور بودن، مرجع تقلید، بعد چیز میکنه که در اسلام دادگاه تجدید نظر نداره، پاش توی کفش کرو نداریم، آیه بیارید، روایت بیارید، دادگاه تجدید نظر نداره. پیغمبر دادگاه تجدید نظر داشته، حضرت علی دادگاه تجدید نظر نداره. سالها آقا طول کشید تا بتونیم ثابت بکنیم آقا تو اینها رو نرید سراغ فقه، نرید سراغ دین. دادگاه تجدید نظر باشد یا نباشد امر عرفی است. در مورد دیات هم همینطوری. آیا ما هنوز باید بیاریم قیمت شطور چقدره؟ مثلا ماه حرام قیمت شد بالا میره پایین میره بر اساس این دیه زن نصف دیه مرد، دیه غیر مسلمون 1/10 دیه مسلمون، مخی با اینا کشور اداره کنی؟ اینا حکم دینه؟ و مسائل دیگش و جزئیات یکی یکیش حال داشتید، مایل بودید، من جداگانه بحث فقه و اخلاق کردم، بحث موارد تک تک اینا رو ذکر کردم و حرف دارم توی زمینه. بله، نقد میکنم و معتقد هستم اصلا قانون ثابت، قانون به معنای امروزی شو دارم میگن، در حوزه معاملات وجود خارجی نداره. حوزه معاملات داریم صحبت میکنیم، اونی که ثابته میشه احکام عقلایی. احکام عقلایی با حکم مولوی فرق میکنه، با این احکام مولوی فرق میکنه. اصلا بحثم بحث روش شناختیه، ممکنه برای شما ثقیل باشه، ولی زحمت بکشید بخونید، بخونید تا پیش بریم با هم دیگه. ممنون از سوالتون. خب اگر فقیه شأن اجرا نداره به دلایلی که فرمودید، در سیاست هست و به دین مرتبط نیست، چطور امام معصوم شأن اجرا داره؟ امام هم مثل بقیه، پیغمبر هم مثل بقیه. ببینید یه شعری نگید که تو قافیهش گیر بکنید. مثلا رسول خدا وقتی میخواستن کشور اداره بکنن جبریل بهشون وحی میکرده؟ یا علی مرتضی وقتی میخواست کشور رو اداره بکنه جبریل بهش الهام میکرده؟ اصلا پیغمبر با صراحت به ما یاد داده اینا رو خراب میکنیم، خراب خیلی. ببینید اشتباهی وحشتناک میکنیم. پیغمبر 3 تا شأن حداقل داره. شأن اول، ایشون رسول خدا بودن. من در مورد محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دارم صحبت میکنم. شأن اول رسول خدا بود. ما ینتقان الهام این هو الا وحیان یوها، وحی به زبانش میامد. سنتش هم اون چه که مربوط به دین بوده از خدا گرفته، تعلیم جبریله، به جبریل امین اون چه که میدونه ما عمل میکنیم پیش میشه شأن اول. این شأن انتصابیست. شأن دوم، ایشون منبع فی الواقع علوم باطنیست، همون چیزی که عرفا میرن سراغش. خب تو اینم ضوابط عرفان اینجا برقرار،
اینم چیزی نیست که فرض بکنید جدا، اینم جدا، حالا خیلی بحث نداره، میشه همون ولایت تکوینی به اصطلاح. سومیش که جای بحثمون هست، محل نزاعه، ایشون زمامدار بودن. خب مکه چیز؟ هیچی، مردم که نبودن سراغش، ایشون تو مکه که زمامدار نبودن. کی زمامدار شدن؟ وقتی اهالی یثرب، اوس و خزرج دعواشون بود، اومدن سراغ ایشون، سراغ پیغمبر، و دعوتش کردن به زبان امروز رضایت عمومی، رفتن مدینه، با رأی مردم حکومت تشکیل دادن. خب اون وقت احکام سیاسی پیغمبر احکام الهی است؟ خیر، احکام ثابت احکام نبوی ثابت است؟ خیر. خود ایشون یک جمله طلایی داره که من این خیلی ازش استفاده کردم. فرمان تو بحث قضاوت فرمودن، سیاست حالا ما ازش استفاده میکنم، تو قضاوت فرمودن که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما به شاهد و سوگند عمل میکنم. اگر شاهدی آمد پیش من و دروغ گفت و فردی آمد خلاف واقع سوگند خورد و من بر اساس شاهد و سوگند نادرست حکم قضایی صادر کردم، گفتم این خونه مال تو است، اون زن فلان است و بهمان، میگه حرام است بر شما. یعنی قبول میکنه که احکام قضایی، قضاییشون احکام ظاهری است، نه لزوما احکام واقعی. حالا بگو پیغمبر علم غیب داشته؟ نه تو قضاوت، نه تو سیاست، همون قدری که خدا بهش میگفته میدونسته، نه بیشتر. لذا زعامت سیاسی پیغمبر امر بشری بوده است، بدون تعارف در پیغمبر شروع کردم که برسیم به پایین ترش. شأن پیامبریش رو، شأن پیامبری محمد ابن عبدالله، اون بیبدیله. علم ولایت تکوینی یا علم باطنیش به جای خود محفوظ است، اما در سیاست ایشون به عنوان یک بشر، انا بشرون یوها الیه، مگر توی امور سیاسی وحی می شده؟ ما پیغمبر میگه اینجا به جنگیم، سربان میگه آه یا رسول الله اینجا خوب نیست، اونجا به جنگیم، خندق بکنیم. خب تو جنگ احد مگه پیغمبر به حرف مردم گوش نکرد؟ شکست خوردن، ولی گفت بعد گفت یادشون بده من دارم به حرف شما توجه میکنم. یا امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر، این مال امر سیاسته. مگه پیغمبر وقتی میخواست حکم نماز بده با مردم مشورت میکرده؟ حکم حج میداده با مردم مشورت میکرده؟ اما سیاست با مشورته. زمین تا آسمون فرق، ما اصلا بد فهمیدیم. خب این پیغمبر، حالا دیم سراغ ائمه. خب ائمه که غیر از حضرت علی که حکومت تشکیل ندادن، نتونستن. یه حضرت علی داریم کمتر از 5 سال. خب وقتی ایشون، ما ببینیم سه شأن برای ائممون قائلیم، اینا خیلی مهمه، لطفا گوش بکنید، خلط نکنید با هم. ما امام علی را سومین منبع معرفت دینی میدونیم ما شیعیان. یعنی منبع اول کلام الله، قرآن، وحی الهی. منبع دوم سنت رسول الله. منبع سوم سیره امیرالمؤمنین. خب این به جای خود محفوظ، یعنی آنچه که در دین فرمودند، هر چه که امیرالمؤمنین در دین تفسیر قرآن کرده باشد، تفسیر سنت کرده باشد، تبیین فقهی کرده باشد، تبیین کلامی کرده، علی عینی بر چشم ما، ما از این زاویه وارد سنت پیغمبر میشیم، وارد مدینه العلم میشیم. بسیار خوب. ما معتقد هستیم علی بعد از پیامبر اون علم باطنی داشته، ولایت تکوینی داشته، برای همین همه سلسله های صوفی نزدیک 1000 سلسله هستند، غیر از یکیشون، همش اکثرشون سنی هست، ولی سنی و شیعه بودن نیست. حتی صوفیان سنی که اکثریت هستند، اینها خرقه به علی ابن ابی طالب میرسانند بعدش به پیغمبر.
نه از طریق علی به پیغمبر میرسن. برای که بدونی علی در اسلام منبع علم باطنی است، نه فقط برای شیعه. هم دومیش، اما وقت داشته زمامداری میکرده مصر پیغمبر، زمامداریش بشری بوده، تصمیم که میگرفته خب این تصمیم بر اساس این بوده که منبعش میومده خبر میده. این خبر که معصوم نیست که. جبریل هم نشسته در گوشش بنشینه آقا این خبر درسته اون خبر نادرسته. همیشه هم نتیجه تابع اخص مقدمات است. یعنی سیاست علوی، سیاست نبوی، سیاست بشری بوده است بدون هیچ تعارفی. سیاست بشری بوده است، یعنی جای بحث داره. اونا این که چیز نبوده، با عمد که نمیمدن کاری بکنن، معصیت نمیکردن. اما که خطا، بله ممکن خطا هم از ناحیه خودشون فرض کنید نبوده، خطا از ناحیه منابع اطلاعاتشون بوده که نمیتونن این کار بکنن. استاندار علی ابن ابی طالب همشون معصوم بودن؟ نبودن که. اونا خبر میدادن، بقیهشون هم همینجوری. حالا بیم سراغ آقایون دیگه بعد از ائمه. شما دیگه چی میگید؟ خب معلومه که تو کار بشری دارید میکنید، قداستی نیست. سیاست جای قداست نیست، سیاست جای نقد و بررسی است، تمام امر عرفی است. لذا ببینید این حرفی که من میزنم، اینا اکثریت مسلمان ها اینا رو نمیگن، اکثریت شیعه اینو نمیگن، اما این مشکلات که پیش آمده الان داره شروع شده که این بحثا مطرحه. اولین مسلمانی که از اهل سنت علی عبدالرازق بود، در 1924 کتاب الاسلام و اصول الحکم را نوشت. وقتی که خلافت عثمانی در ترکیه فعلی ساقط شده بود و اون همی را گفت که آقا خلافت امری جداست، نبوت امری جدا بوده و ما این دوتا با هم تنازمی ندارن، رفت رسوا پیغمبر اینا. خب آمدیم جلو، این مسائل مطرح شد. بعد مرحوم مهدی بازرگان تو آخرت و خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، که عنوان اصلیش تنها هدف بعثت انبیا بود، بعد از یک عمر بحث مرز بین دین و سیاست و بحث دیگه‌اش که الان جلسه دیگه انشالله خواهم کرد، آخرین کتابی که نوشت این بود. یعنی اونم رسید به همینجا. کار اینا جلسه دیگه خواهم گفت. منم یک از همین قائلین بین است. مرحوم مهدی حاری یزدی هم همین رو گفته. یعنی چی؟ یعنی ما سیاست عرفی میدونیم، حتی سیاست علی ابن ابی طالب، حتی سیاست محمد ابن عبدالله صلوات الله علیهم اجمعین. بسیار شطور که دولا سوار نمیشیم که. خب تکلیف کسانی که به اعتقاد آیت الله خمینی در جنگ 8 ساله شهید یا جانباز شدن چیست؟ اونا برای اگه برای هدف درستی رفتن مبارزه کردن، رحمت خدا برشون. خب تافتاخوت خرمشهر ما داشتیم از خاکمون دفاع میکردیم، مقابل متجاوز استادیم، این مطابق تمام موازین سیاسی اخلاقی و حقوقی درست بوده. لذا کسی در اون زمان شهید شده، رحمت خدا بر او باد. بعدشم حالا فرض کنید زمامداران اشتباه کردن در مسئله، اجر اونا از بین نمیره. هر کسی حتی اگر در تطبیق هم اشتباه کرده باشه، به توهم امر درستی رفته جنگیده، در راه خدا از جانش از دست داده، گوارای وجودش انشاءالله به ثوابش میرسه. چرا مراجع تقلید در مقابل مصائب اجتماعی از جمله گرانی ساکتن؟ مراجع میشه پشتیبان مردم بودند. خب چرا همه آقای صافی که گفت که خودم هم اومدم گفت الانم شنیده. حالا من دیگه این اخبار رو ببخشید اینقدر ناجور شده که اخبار جزئی رو کمتر دنبال میکنم، ولی شنیدم آقایان دیگه هم گفتند، نگفتنم باید بگن. بالاخره الان میبینم تا حتی بسیاری از این دوستان هم نسل خود منم توییتراشون برای من میفرستن، چون من خدا خیلی وقت نمیکنم اینا رو ببینم، میفرستم اونا دارن اظهار نظر میکنن، مخالفت میکنن. اگر نمیکنن به دفترشون بنویسید، تبریت به دفترشون زنگ بزنید، تقاضا بکنید که بیان اونا هم حرف بزنن و قطعا میکنن. فکر نمیکنم احدی راضی باشه از اینو. بعدم زمینا رو بندم و که مدافع کسی نیستم اینجا. خب آیا قوانین جزایی اسلام دائمی است؟ خیر، با صراحت خیر، با شفافیت خیر. جرم شناسی امر عرفی و علمی است. یک مقاله نوشتم، یک سلسله مقاله نوشتم، برید بخونید، به نام لایحه قصاص
و ارتداد جبهه ملی. من 4 شمارش متن موفق شدم منتشر کنم. تو شماره اولش وبسایتم هست، مراجعه کن. اونجا 2 تا تفکر رو با هم مقایسه کردم. تفکر مرحوم آقای بهشتی، دکتر بهشتی، که اولین تهیه کننده لایه قصاص بودن، رحمت خدا بر ایشون، و حقوقدانانی که با ایشون مخالفت کردند که شاخصترینشون مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بود و من خودم داوری کردم اونجا. متن دو طرف هم در حد مقدور پیدا کردم، زحمت فراوانی کشیدم که استدلال حقوقدانا چی بوده، هر کدوم از این اعلامیه‌هایی که امضا کردن رو 160 حقوقدان برخشون شاغل در دادگستری امضا کردن، اکثر قریب به اتفاق اساتید حقوق دانشگاه بهشتی تهران بروبر هستن و اسمایی که همه مورد احترام من هست. خب این سمترم آقای بهشت، اتفاقا با یکی از آقازاده هایشون هم من بحث میکردم، اینا دیدن مطلب من رو، گفتم انتقاد من رو ببینید که مشخص باشه ما داریم چی میگیم. آقای بهشتی روشن بودن ولی به نظر من موضع اونجا موضعشون موضع درستی نیست. اونجا توضیح دادم این مسئله رو. برای دوستانی که فکر میکنند اینا ثقیله، خواهش میکنم مطالبه فرمان و اگه مناقشه داشتید مطرح کنید استفاده میکنم. خب در مورد بحث شکلی اثبات ولایت فقیه که عمدتاً به یک سری احادیث استناد میشود و مهمترین آن رجوع به روات احادیث نا هست، چگونه میتوان پاسخ داد و آن را نفی کرد؟ که دیگه ببخشید یک ربع قرن قبل بنده اینا رو منتشر کردم. برید کتاب حکومت ولایم رو بخونید. من برای هر کدوم اینها، یعنی برای احادیث منسوب به هر یک از به پیامبر، به امیرالمؤمنین، به امام صادق، به امام کاظم و غیره ایشون، یه فصل تشکیل دادم، همه رو از حیث سندی و دلالی، نه فقط نظر خودم گفتم، نظر فقهای دیگر هم آوردم. ضمناً کتاب رو من زمانی منتشر کردم که قبلش در دبیرخانه مجلس خبرگان بحث ولایت فقیه رو از زاویه انتصاب و انتخاب در حضور مهمترین علمای حکومتی کشور مباحثه کردیم. بنده خدا رحمت کند مرحوم ابراهیم امینی، نایب رئیس مجلس خبرگان، ایشون آدم حر و آزاده‌ای بود. بعد از بنده دعوت کرده بود برای چندین مسئله و حالا کسان دیگه، همه آقایون هم بودن، اکثرشون همین آقای تاریخ رمآبادی بود، مرحوم آقای مؤمن قومی بودن، آقای محسن خرازی که در قید حیات هستن، سید محسن خرازی بودن، آقای مصباح یزدی چندین جلسه بودن، آقای سید کاظم حسینی حائری استاد من اصول، از شاگردای مرحوم سید محمد باقر صدر، از مراجع تقلید بودن، آقایون دیگه هم بودن. خوشبختانه متن کتبیشم من پیاده شده در دست دارم. من جزء اقلیت محضی بودم که انتقاد میکردم و اکثریت حمایت میکردن و اینا پیاده میشد. آقای امینی معتقد بود این بحثا باید در دبیرخونه در شکل محدود برگزار بشه. من بعد از اینکه انتقاد آقایون رو شنیدم، از قوی ترینشون یا بیش از همه هم حرف میزدن آقای سید محسن خرازی بودن، ایشون اتفاقا امام جماعت مسجد معصومیه در محله ما بودن در قم، من پشت سرشون هم نماز میخوندم. بعدم وقتی مطلبامو نوشتم بردم به ایشون گفتم شما نظر بدید، قبول نکرد حتی بخونه، اسم میبرم، در حالی که به تعداد دیگه از آقایون دادم محبت کردن. نظراتشون با من در میون گفتم، با آقای مؤمن دادم، با آقای طاهر خرم‌آبادی دادم. آقای طاهر رو یادمه، میگفت من مریض بودم، خوابیده بودم وقتی که مطلبت رو خوندم. این مطلب بود که بعد شدم حکومت ولایی، یعنی ویرایش اولیش. من نیمخیز شدم بعد نشستم از بس مطلب رو منو گرفت، یعنی اینقدر تشویق کردن خدا رحمتش بکنه. آقای مؤمن انتقاداش رو برای من نوشت، من موارد حاشیه‌اش رو دارم هنوز، جوابم دادم. حالا بعد البته سر انتقادی که من کردم با هم حرفمون شد، اینجا که من بودم الان حرفمون شد، ایشون چیزای دیگری فرمودن، حالا خدا رحمتش کن. آقای دیگه هم به جای خودش، این کتاب اونجا من حرفامو نوشتم، اگر برید اونجا بخونید. هنوزم شاید یک کتاب جدیدم تازه علیهش منتشر شده، 5 تا کتاب علیه حکومت ولایی منتشر شده که هنوز به دست من نرسیده. حداقل کتاب می‌نویسن برای خودم هم یه نسخهش بفرستن، حالا باید بگردم که اون کتاب ببینن توش چی نوشتن. برای اونجا بخونید، دیگه نیازی نیست بخوام الان حرف بزنم، همه رو گفتم.
خب پس شیعه میگوید امامت یا با نص است و از نظر شما امامت سیاسی با رأی مردم است و امامت به معنای زمامت دینی و مذهبی با نص تعیین شده. بله ببینید، چیزی که به نام شیعه مشهور شده این رو برای شما بگم، یه کنفرانسی بود اخیرا قرار بود اردن برگزار بشه، حالا به هر شکلی آنلاین برگزار شد. بعد خدمت شما عرض بکنم که این در مورد شیعه سیاسی بود، تشیع سیاسی بود و نمایندگانی از حزب الله لبنان بودند، از انصار الله یمن بودند، از عراق بودند، از سوریه بودند، از ایران بودند، منم بودم. خیلی بحث خوبی مطرح شد، اتفاقا سخنران اولش هم من بودم، اونا همه عربی صحبت میکردن، خب من انگلیسی نوشته بودم، انگلیسی خوندم، ترجمه همزمان میشد. بعد خدمت شما عرض بکنم اگه این مقاله، الان یه سری مقالات انگلیسی من دارم، اگه مترجم خوبی پیدا بشه و اینا رو به فارسی ترجمه کنه، البته متاسفانه تو ایران که نمیذارن چاپ بشه، حتی اگر حالا یه جای دیگری به فارسی چاپ میکنی، این من اونجا توضیح دادم، به تفصیل توضیح دادم. اکثر اینا هم سنی بودن، هایلشون سنی بودن که اونجا نشسته بودن و بعد اونجا گفتم که اونی که ما میگیم اینه که وقت از پیغمبر شروع کردم که دهنشون بسته شد. گفتم که شما پیغمبر رو در سیاست چجوری میدونید؟ ما همون جوری به ائمه همون جوری میدونیم. پیغمبر رسول خدا بود در نبوت، اما نه در سیاست. علی مرتضی هم منبع معرفت دینی است، این در حیث اول است، اما در سیاست مثل رسول خدا بشری بودند. گفتن یعنی شما قائلید که اینها باید چنین باشه، انتخابی باشه؟ گفتم بله. بعد سند داریم، کلی از نهج البلاغه آوردم، کلی از نهج البلاغه آوردم که امر شما به شورا مهاجرین و انصار است و چه و چه و چه. البته علمای ما، علمای سنتی ما میگن اینا بر سبیل تقیه صادر شده. گفتم نه، اینا بر سبیل تقیه صادر نشد. بعد جزء یکی از مواردی که کار کردم و منتشرم کردم، شما ببینید وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام، علیه آلاف و تحیت و سلام، ایشون در محضر در بستر شهادت بودن، ما وصایاشون رو داریم، تو نهج البلاغه هست، جای دیگر هم هست، وصیت به امام حسن مجتبی کردن، وصیت به حسنین کردن، امام مجتبی و سید الشهدا هر دو تا هست، یه وصیت عمومی، هیچ کدامش در مورد تعیین جانشین نیست. خب چرا نکرده؟ بعد روایت داریم، اهل سنت دارن، طبقات ابن سعد نقل کرده، راوی میره اینو نقل کردم، برید توی این روزهای آخر پیامبر آخرش آوردن، اونجا میگه که امیرالمومنین سوال میکنه بعد از شما بریم سراغ حسن ابن علی؟ میگه که من نه نفی میکنم نه اثبات میکنم، اینو خودتون باید تصمیم بگیرید. حسن ابن علی امام مجتبی منتخب مردم بود. بحث امامت شیعی، امامت در معارف مسئله دیگری است، اما بحث زعامت سیاسی، بله ایشون منتخب مردم بود و برای همین با معاویه احتجاج میکنن، میگه من مردم انتخاب کردن، تو چی میگی؟ وادی به زور داری کارها رو میکنی. بعدم تعهد کردی که بعد از 10 سال چیزو بذاری برای حسین ابن علی و تخلف کردن همش. ما دستمون تو تاریخ پره خوشبختانه. بله اینا توی یک مناظره من داشتم با آقای دکتر حاتم قادری، توی کتاب توی روزنامه یاسنو سال 85 منتشر شده، توی کتابام هم هست، کتاب شریعت و سیاست، منتها بعد از حق و ناس اجازه چاپ به من ندادن، کتاب رو 1 سال نگه داشتن، منتشر نشد، بعد من آنلاین گذاشتم روی وبسایتم. میخواد برید اونجا با همدیگه صحبت کنیم، اینجا رو اولین بار من اونجا گفتم. خب آیا اداره عمومی جامعه توسط نبی مکرم و امام علی علیه السلام و عدم درک کامل از دین نمیتواند موضوع اصلی اختلافات باشد؟ اختلافات با کی؟ اداره عمومی جامعه توسط نبی و امام علی، خب و عدم درک کامل از دین، مگه آقا اداره جامعه نیاز به دونستن مسائل دینی داره؟ اینو راحت بشینیم با همدیگه صحبت کنیم. الان همین الان، حالا برگردیم به دوران 14 قرن قبل، الان میخوام ببینیم کشور کسی میخواد اداره بکنه، باید فقه و اصول بدونه؟ باید فلسفه و عرفان بدونه؟ یا باید جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست، روانشناسی اجتماعی، بهداشت عمومی، آموزش عمومی، اینجور مسائل بدونه؟ یا حداقل در حدی بدونه که وقتی مشکارشناسا میان براش توضیح میدن بفهمه.
من حتی معتقدم الان زمامداران ایران توی 30-40 سال این شعورم نداشتن، تو مسئله بنزین رو مطمئن هستن. چه رئیس جمهورش، رهبرش. تلخی مسئله اینه. حتی حالا بتونم بگم برخی از وزرا هم متاسفانه الان همین شعور، وزیرش هم نداره. این مشکل است. اینا شما فکر ما اینا رو جلسه دیگه بیشتر براش توضیح میدم. فکر میکنیم ببینید دین نیامده دنیای شما رو اداره بکنه. این اشتباه فکر بکنیم ما از دین اداره دنیا میخوام. اداره دین به عهده خودمونه. اگه بد اداره میکنیم تنبلی و کاهلی خودمونه. اگر در متن دینی در قرآن و سنت چیزی آمده، کلیاتی در مورد اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اما نه در مورد اینکه چگونه کشورتان را اداره کنید، چگونه آب را استخراج بکنید، چگونه بهداشت عمومی را انجام بدید، چگونه آموزش عمومی را انجام بدید، چگونه با کشورهای دیگه روابط داشته باشید. اینا که بحث دینی نیست. بنده نخه اصلا معتقد نیستم پیغمبر و حضرت علی هم اینا و از تجربه انسانیشون، شعور انسانیشون استفاده کردن و کشورشون و جامعشون اداره کردن. خوب هم اداره کرد. لطفا بفرمایید چرا علمای بزرگ اسلامی نه در گذشته و در حال حاضر حسینوار در مقابل ظلم جمهوری اسلامی نایستادن، مگر حق و باطل را شناختن و پیرو حق بودن یکی از اساسی ترین مسائل اسلامی است؟ خیر، یعنی اشتباهات فاحشی است که دارید میکنید. من یه مقاله نوشتم، درد ما این است که کم میخونیم امام حسین از منظر دیگر. عنوان مقاله من است امام حسین از منظر دیگر. لطفا مال 2-3 سال پیش، اتفاقا به عربی هم ترجمه شد، توی روزنامه های عراق هم منتشر شد، خیلی هم با استقبال مواجه شد. حالا ببخشید ما تو کشورمون نمیتونیم چیز رو منتشر بکنیم. شما ببینید من اونجا چی گفتم. 12 تا امام داریم، یکیش امام حسین، نه دوتاش. چرا؟ چرا در زمان فترت سستی بین بنی امیه و بنی عباس امام باقر و امام صادق قیام نکردن؟ این روشه که توی سال از من پرتی، روش زید شیعه زیدیه، نه روش شیعه جعفری. شیعه جعفر غالب این نیست. تو گوشتون رو پنبه بیارید بیرون. شیعه جعفر غالب این نیست. ما قرار نیست که برای مبارزه با ظلم همه چیمون از دست بدیم. حتی حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام همچنین نکرد. سید الشهدا آمده بود کار دیگری بکنه. بعد که مردم جفا کردن بهش، تخلف کردن، خلف وعد کردند، چه کار کرد؟ اومدن مجبورش کردن که یا بیا ذلت بیعت با یزید رو بپذیر یا کشته بشه. گفت معلوم هیهات من نزل. اما حسین از اول نیامده بود قیام بکنه. خب این موارد، یعنی خیلی ببخشید لحظه، این شارژ باتری ما داره تموم میشه. لذا اینو بزنم توی بله. لذا این رو، این از علم، از ائمه، یعنی در زیدیه زید ابن علی معتقد بود که قیام بر علیه ظلم مطلق است، مقید به هیچ شرطی نیست. ائمه شیعه همشون معتقدند به شرط اینکه تأثیر داشته باشه، اثر. بعد علما هم همینطوری در طول تاریخ اومدن ظلم رو نفی کردن، اما اینجوری نباشه که همشون چگوارا شده باشه، همشون اومده باشن قیام کرده باشه. همچون تلقی هم تلقی سیاسی از دینه. این تلقی نادرستیه. خب چرا شما که از فقها هم چه انتظار دارید؟ چرا خودتون هم چه کاری نمی‌کنید؟ هم آقای که سوال کرده یا خانم که سوال کرده، باید بفرمایید قیام کن. ما برای دیگران فقط می‌نویسیم، اونم برای مراجع تقلید هم یک قسمت شما.
اون مقاله رو بخونید، من ادله رو اونجا آوردم. ما خیلی تو آرمان ها داریم زندگی میکنیم. یادم یه گروه دانشجوی هم اینجا، حالا احتمالا خیلی هاشون هم ممکن شنونده هم باشن، همون اول که آمده بودن همیشه سر همین بود که آقا چرا قیام نمی کنن، چرا فلان و بهمان، اینا رو گفتم. حالا فکر کنم خیلی هاشون متقاعد شدن، خوبه چنین بکنن، اما وقتی هزینش میره بالا، خب اونا هم میبینه که چنین نکنه نفع بیشتری داره و الی آخر به جای خودش محفوظ. همه مثل هم نیستن، یادمون باشه. ولی تکلیف شرعی نیست، یادت باشه. تکلیف شرعی باید حفظ مناب چیزم باشه، ضرر بهش نرسد. حالا اگر ضرر معتنا بهی رسید، خب اون حجت دارد، میتونه نکنه، نگوید. آیا علامه در خصوص علا مودودی که درست نوشته نشده یا سید قطب اندیشه حکومت اسلامی نظری دادند؟ من ندیدم. به نظرم این دو نفر، یعنی ابوالعلا مودودی و سید قطب، کسانی بودن که آقای خمینی خوندن اینا رو و بسیار از آراشون هم متشابهه، اما آقای خمینی، آقای طباطبایی نمیدانم، ندیدم. اگه کسی دیده جایی هست منو مطلع کن. کلیات نظر علامه همان اعتقادات حضرت عالی میتواند باشد؟ خب من همه نهشت و نقد کردم به جای خودش. خیر، من توی مباحث الهیاتی، توحید، نبوت، معاد، غیب بسیار به علامه و آقای طباطبایی وامدار هستم و ازشون بسیار استفاده کردم، اما در مباحث فقهی، مباحث اجتماعی، فلسفه، سیاسی اختلاف نظر جدی دارم با ایشون که امروز گفتم. خب، آیا روایت ملاقات امام موسی صد با عوامل شاه در لبنان و مخالفت ایشان با کتاب ولایت فقیه امام خمینی صحت دارد که امام موسی صد میگوید این کتاب خطرناک است؟ من در مورد آقای صد یک تحقیق مفصلی کردم، منتشر نکردم، یعنی یک تابستون گذاشتم، همه رو خوندم، هر چه بود و نبود رو خوندم و فیش برداری کردم. خدا رحمت کند، عالم بسیار بصیری بود، با ولایت فقیه هم معتقد نبود، به ولایت فقیه هم معتقد نبود، اما اینکه ملاقات با شاه اتفاقا این به تقاضای آقای بهشتی، آقای مطهری بوده، همه بدونید، و ملاقات برای نجات جان محمد حنیف نژاد و علی اصغر بدیزادگان و سعید محسن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق بوده که اون بنیانگذاران مورد احترام جامعه دینی اون روز بودن، آقای منتظری، آقای طالقانی، آقای مطهری، آقای بهشتی و دیگران. بعد اونها از میدونستن که آقای موسی صد به خاطر اینکه در خارج از ایران هستن، به هر حال مثل محدودیت داخل ایران رو ندارن، از ایشون خواهش میکنن که بیاد و تقاضای ملاقات کنه. ایشون میاد و تقاضای ملاقات میکنه، ملاقات هم کاملا با نظر علمای ایران بود، بنابراین ایشون سر خود هم چه کاری نکرد. شاه هم نمیپذیره، متاسفانه اونها رو اعدام میکنه. اونها آدم های جوان های نازنینی بودن، اون خطاهای کوچکی در تلقی داشتن، اما بسیار آدم های جانباز، فداکار و خالصی بود. حالا با این باقی مونداش فرق میکن. بعد در مورد کتاب ولایت فقیه هم نظر مساعد نداشته، ولی اجازه بدید برای که من تحقیقی صحبت بکنم اینا رو در آوردم به جای خودش. اگه نگاه کنید هم صفحه اول وبسایت هم نوشتم که در مورد اون فقهای مخالف ولایت فقیه امام موسی صدر رو نوشتم که بعدشه که متأ چند سالم گذشته فرصت نکردم، ولی بله ایشون موافق نبوده. اما اینکه کتاب خطرناک است و اینا، واژه رو باید ببینم، الان تو ذهنم نیست. اگر علامه مطلع از نظریه سید قطب مودودی بودن چرا واکنشی نشان ندادن؟ چه میدونم، نگفتم که مطلع بودن، مگه ایشون رو رفت همه چی مطلع بود؟ من اطلاعی ندارم. چرا آقای خمینی به امام خمینی به مدت 2 سال ولایت فقیه را کتمان کردند؟ این چرخش 180 درجه از 59 60 چگونه توجیه می شود؟ تحلیل شخص شما چیست؟ ببینید، توصیه می کنم فصل 11 و 12، من الان دو تا دوربینم دارم، باید یکیش به این نگاه کنم یکیش به اون کرد و بذارو به دوربین باشه، یوتیوب پایین چیز اینستاگرام، خدمت شما عرض بکنم، یادم رفت چی میخواستم. آها، این در مورد فصل 11 و 12 کتاب حکومت ولایی، من اونجا اینو توضیح دادم.
البته اون زمان به صورت سوال گفتم، گفتم که آیا نظر واقعیشون این بود و یا اینکه تقیه و توریه میکردن. الان که دوباره منابع رو دیدم یه حاشیه دارم، یعنی اگه میتونستم کتاب حکومت ولایی رو تجد چاپ بکنم قطعا اون سوال رو تبدیل به همین میکردم که الان گفتم، یعنی ایشون اون زمان نظر واقعیشون این نبود که گفتم، نظر واقعیشون همون بود که قبل و بعدش، یعنی ولایت مطلقه. اون تو صلاح نیدن، کتمان کردن، تقیه کردن، توریه کردن. من حرفم رو زدم. در حال ایرادی که به آقای خمینی دارم اینه که ایشون راست نگفتن در اون مقطع. دیگر اجازه بدید بیشتر از این عرض نکنم. اما قدش رو گفتم دیگه. برای آگاهی از احکام فقهی شما مجموعه دارید مراجعه کنید. مجموعه به صورت کتاب نه، ولی توی وبسایت هم پرسش و سوال فقهیه، هم یه سر آراء فقهی، هم یه سر رساله های فقهیه. مثلا بحث نماز مسافر رو جداگانه کار کردم، رو سایت هم هست، میتونید مراجعه بکنید. البته کارتون سخت‌تر میشه، ولی که قرار نیست ما دوران موشک با محاسبه دوران قاطر محاسبه بکنیم. اونجا رو ببینید ادله رو آوردن، یا بحث روزه یا بحث های دیگه. آیا الان شکل افراطی نداره ولایت فقیه مانند نداره کشف ولی امر با افکار بابیت و مذاهب بابیه چه فرقی دارد؟ حالا فرض کنم شباهت داشته باشه. حالا خیلی من به این شباهت ها کم نیست. کلی از حرفایی که زده میشه ریشه در یهودیت داره، در مسیحیت داره، در دیکتاتوریای مختلف داره. حالا من چون توی در مورد بابیت و باهائیت تحقیق نکردم خیلی نمیتونم عرض بکنم، ولی میتونه مشابه باشه. نمیتونم. لطفا برای کسی که به این مباحث علاقه‌مند هست چه منبعی برای مطالعه پیشنهاد میکنید تا بشه مسائل رو منطقی و صحیح بررسی کرد؟ خب همین بحث ان شاءالله کتاب میشه. همین بحثی که دارم میکنم با امید خدا کتاب میشه. اما کار قبلیم خب در مورد این بحثای ولایت فقیه حکومت ولایی رو توصیه میکنم بخونید، به خصوص فصل 11 و 12ش جزء کارهای مهمی است که میتونید بخونید. بعد کتابای دیگه هم که نوشتم در مورد آقای خمینی فراوون نوشتم، در مورد مثلا آقای سیزن مقالهش رو معرفی کردم، در مورد آخوند خراسانی، در مورد آقای نائینی اینا رو نوشتم دیگه، مقالات دیگه ای که دارم. اگه اینا کتاب بشه چندین جلد میشه، شاید 7-8 جلد کتاب بشه. خب شنیدیم که دهه 60 شما در سپاه بودید. خیر، بنده در حوزه علمی قم بودم. اصطلاح به اینم از چیزای تازه اولین بار داریم میگم، میخونم که بدونید که چه بی اخلاقی هایی میکنه و کسی که اینو نوشته. چرخش نظریه فلات فقیه رو تدریس کردید؟ نه، اون چیزی که بنده درس دادم اول دهه 60 نبوده، دهه 70 بوده. ثانیاً زمانی که من در دانشگاه امام صادق تدریس میکردم، این یکی از دانشجوهای من، اون ایشون از مربیان عقیدت سیاسی سپاه بود، بعد از من دعوت کرد، گفت که شما اگه ما دعوتتون کنیم بیاد در اونجا تدریس بکنید میاد؟ گفتم چرا نمیام؟ بله میام. بعد این در پایگاه عقیدت سیاسی سپاه قم، شهید محلاتی اگه اشتباه نکنم، یک روز گذاشته بودن، یک دو ساعت بود که من رفتم اونجا یک ترم. بعد این درس رو گفتم، اتفاقا اکثرشون هم سرداران زمان جنگ، و چقدر آدم های نازنینی بودن، خیلی بچه های خوبی بودن. یک کاری هم کردن اینا. خب من حرفا میزدم تا بسیار ساده، بهم گفته بود که اینا سخت مدت ها دور بودن، اسیر بودن، مثلا جان از اسرا و جان بازای طولانی و اینها. آمده بودن توی کلاس شرکت میکردن، منم خیلی ساده صحبت میکردم. بعد یه روز به من گفتن که استاد ما امروز حراست میخواد از کلاسات، از همه کلاس ها نمونه بگیره، از کلاس شما میخواد نمونه بگیره، ولی ما چون میخوایم کلاس ادامه پیدا بکنه این فیش ضبط صوت رو کشیدیم که نتونن ضبط بکنن، ولی از درس نتونستن ضبط بکنن که سندی از بنده داشته باشن اونجا که چی گفتم. گفتن تو خیال راحت حرفاتو بزن، یعنی همه کلاس با ما بودن اونجا. یه ترم بود که به جای خودش بود و ما هیچ، به اصطلاح این اول و آخر بود که تدریس کردم. بله میتونم زمان دقیقش هم به شما بگم. اگر فردی برابر سنت دینی و خانوادگی دینداری داشته و این که اینک قصد داشته باشه شروع به فهم اساسی دین باشد، آیا به گناه افتاده است؟ نه، هر وقت بکنید بسیار کار خوبی.
چطور میفرمایید امامت انتخابی است و بعد میفرمایید قرار امامت حسن با معاویه بود که بعد از 10 سال زعامت به امام حسین سپرده شود؟ خب برای که تعهد کرده، اونجا تو نوشتن همه اینا رو تو معاهده بوده، معاهده که کردن امامت هم امامت، یا این واژه ها واژه های رهزنیه. امامت دینی به عنوان منبع معرفت دینی رو من نمیگم، ها دارم زعامت سیاسی رو میگم. بله زعامت سیاسی رو من انتخابی میدونم، برای پیغمبر، برای ائمه، برای همه بدون استثنا، شفافم میگم. خب آیا از جانب خانواده مرحوم علامه تحت فشار نیستید؟ برای چی تحت فشار باشن؟ خیلی آدم خوبی هستن، در حد اون از ایران زندگی میکنن و من باشون ارتباط دارم، منتها خب محدودیت خاص خودشون هم دارن. خب نظراتشون هم از خانواده محترم قدوسی شنیدید، منتشر کردیم، بعد از خانواده مرحوم عبدالباقی پسر آقای علامه آقای طباطبایی هم با همسرشون من مصاحبه کردم، مصاحبه منتشر شد. و البته بنده چیست هستم، بنده نظراتم مسئولش خودم هستم، نه اونها، اونا هم نظرات خودشون میگن، در برخی موارد ممکنه با من اختلاف نظر داشته باشن، ولی که من هیچ نکته منفی از خانواده بزرگوار آقای طباطبایی نشنیدم، خدا همشون رو حفظ کند. زمان امروز خیلی هم طولانی شد، ببخشید، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.